تصویر رو که دارین من فول اسکرینم بهتون بدم تا بریم با هم یک شروع خفن و حرفه داشته باشیم. قراره یعنی بهتره کنیم دیگه این قسمت. بچه ها من یک تایم تقریبا یک دقیقه بهتون میدم، لطفاً روی این سوال یه کوچولو فکر بکنید، سعی کنید به یک نقشه راهی برسین، یه ایده پشت ذهنتون باشه که با هم شروع کنیم به حل کردن این سوال. لطفاً یک دفعه شما واسه چه ببره بالا که این سوال رو ایده اون هم بشنویم که نظرش چیه. دکتر تشریف آوردین؟ خب بله، من همین الان اومدم. سلام، ببخشید یه ذره دیر شد و خب حالا سلام. نه هنوز شروع نکرد. خب خیلی عالی. قراره که بچه ها رو این سوال فکر کنم. یکی دستشو بیاره بالا، هدیه دستو باز دستتو میاری بالا، مایکتو باز میکنی و رو سوال توضیح میدی. نه که کل سوال توضیح بدی، یه ایده و نقشه راه کلی رو به همون میگی. حالا یه دقیقه بهتون فرصت میدم فکر بکنید تا من صداتون رو بتونم باز کنم. بچه ها خب کیو باز کنیم دکتر؟ بچه ها که دستش نبالا نمیارن. والا به نظرم باید به زور باز کرد. حالا یه ذره دوستان هنوز یخشون آب نشد. اصطلاحاً یخشون باز نشده. کیو باز کنیم؟ هدیه خودتو باز کنم، یک توضیح ریزی در مورد این سوال بدم. خب هدیه الان مایکت باز، میتونی با همون صحبت بکنیم اگه اکسپت کرده باشه درخواست من رو. ببین من بچه ها صورت سوالو میخونم، یه توضیحی روش میدم، خب بعد ازتون میخوام که به یک آیدیایی برسین و بعدم بیاین نقشه راهتون رو بگین. باشه فکر کنم اینجوری بهتر باشه. ببین سوال چی داره میگه. سوال دارم میگه یه مخلوطی داری که این مخلوطت کلسیوم و کائمنو چهاره، که داره میگه توی این مخلوط تو 13.4 گرمت کلسیومه، یعنی تو اول واکنشت 13.4 گرم کلسیوم داری. حالا میگه اونو حرارتش میدیم. خب میگه گاز اکسیژن آزاد شده از تجزیه KMnO4. ببین این واکنش تجزیه KMnO4 منه. تجزیه میشه چی به من میده؟ K2MnO4 میده، MnO2 میده و O2 میده. میگه گاز اکسیژن آزاد شده از تجزیه این میاد با مقداری از کلسیوم واکنش میده، یعنی این اکسیژن پا میشه میره پایین توی واکنش دیگه، یعنی کلسیوم اکسید با این اکسیژن واکنش میده که به من فرآوردمو بده. قبول؟ حالا میگه به طوری که جرم کلسیوم و این کلسیوم اکسید مجموعا برابر 18.7 گرم باشه، جرم KMnO4 تجزیه شما تقریبا چند گرمه؟ الان فکر کنم یکم واسط ملموستر شد که سوال چی میگه و چی میخواد. پس دستاتون رو بیاریم بالا ببینم. نه فول اسکرینم رو در میارم تا یکی بیخواد نظر بده و ما باز کنیم صداش رو. خانم دکتر من اوکی میکنم، حالا اگه از دوستان بخوان نظر بدن من میکروفونشون باز. خب شما صداشون رو باز میکنید دکتر؟ بله من باز میکنم باش. خب الان یکی رو میخواییم باز کنید دیگه. خب رندوم باز کنم دوستان. ای بابا شما حالا یکی باز کنی. بچه ها ببین باید نظر بدیم. ببین سوالو میخونیم بعدم میخواییم که بگیم که شرکت بکنید. خب بذارید من به عنوان دانش آموز بیام اینجا نقش ایفا کنم. حالا دوستان اتفاق ندادن. خب ببینید به نظر من اینجا داره چیزی که بحث میکنه حالا در مورد قانون پایستگی جرمه. درسته. در واقع اینجا دوستان باید توجه داشته باشن جرمی از کلسیوم که در نهایت به کلسیوم اکسید تبدیل شده، این افزایش جرمش به چه علتی داره رخ میده. در واقع اینو اگه من بتونم بفهمم فکر کنم به جواب سوالم برسم. دقیقاً. یعنی اینجا توی این مدل سوالا دوستان اکثرا باید توجه داشته باشن به قانون پایستگی جرم که سوالو حلش رو خیلی ساده میکنه.
درسته. خب الان یعنی چه اتفاقی میفته بچه ها؟ ببینید مخلوط من اولش 13 و 4 دهم گرم کلسیم داره، یعنی من در ابتدا 13 و 4 دهم گرم کلسیم چیه دستم دارم. خب حالا میگه این کلسیم با اکسیژن واکنش میده، من کلسیم اکسید میده. حالا اینو من چجوری نوشتم؟ نها کن کلسیم تو کلسیم دوباره مثبت میشه، اکسیژن دوباره منفی. بار کاتیون میشه زیربند آنیون، بار آنیون میشه زیربند کاتیون، یعنی میشه کلسیم 2O2. چون ترکیب تو یه ترکیب یونیه، باید ساده کنی زیربند ها تو که میشه کلسیم او کلسیم اکسیدت. الان میگه جرم کلسیم و کلسیم اکسید من شده 18.7، یعنی اون 13.4 در حضور یه اکسیژن این شده انقدر، یعنی یه اختلاف جرمی داریم. اختلاف جرممون حاصل چیه؟ حاصل اون اکسیژن است که اضافه شده. یعنی من این ماو تفاوت 18.7 با 13.4 که میشه 53 گرم، اون میزان اکسیژن منه. یعنی این 53 گرم من برای اینه. الان از من چی رو میخواد؟ جرم MnO4 تجزیه شده رو میخواد، اینو ازم میخواد، این چند گرمه. الان خیلی راحت تو میتونی به جواب برسی. چجوری به جواب برسی؟ ببینید بچه، واکنش شما واکنش زنجیره‌ایه. واکنش زنجیره چی هست؟ واکنش زنجیره یعنی برآورده واکنش بالات به عنوان واکنش دهنده توی واکنش پایین بیاد مصرف بشه، که من توی اینجور مواقع میتونم توی یک کسب به جواب برسم. چجوری؟ زمانی که بیام ضریب اکسیژن پایین، یعنی فرآورده بالا و فرآورده یعنی واکنش دهنده پایینم، یعنی ماده مشترک همون ضریبش رو بیام یکسان بکنم، که قبلش حتما باید موازنت رو انجام بدی. الان موازنه اینجا رو انجام بدیم، این پیچه تنی ماده ضریب 1 بدیم، این ضریبش میشه 2 به ام ام ضریب 1 بدم. الان اکسیژنت موازنه شده، اینجا 8 اکسیژن داری، 4 تا 6 تا، پس این ضریبش میشه 1 که بشه 8 تا. اینجا رو هم میخوای موازنه کنی، به این ضریب 2 بده، این میشه 2، این میشه ضریبش 1. که الان خوشبختانه ضریب ماده مشترک هم یعنی اون اکسیژن هم تو بالا هم تو پایین یکه، یعنی ما اینجا مشترک کردن ضریبمون نداریم. الان جرم KMnO4 رو میخواد و جرم اکسیژن رو داده. کسرامون چیه توی کسرای این مدلی که مینویسیم؟ میشه جرم به جرم مولی ضرب در ضریب. جرمم x، ضریب 2، جرم مولیشو KMnO4 میشه K به اضافه MN که 55 به اضافه 4 تا 16 داد، که 4 تا 16 داد میشه 64 تا. بچه بعضی موقع ها، حالا من بهتون توصیه میده که حفظ باشین جرم مولی رو، ولی بعضی موقع بعضیتون خیلی درگیری دارین سر حساب کردن جرم مولی. چی کار کنیم راحت تر جرم مولی و دستبیرتو؟ اول به دهگانه رو جمع کنیم، بگو 30 تا داری با 50 تا که میشه 80 تا، 80 تا و 60 تا داری چقدر میشه؟ میشه 140 تا. قبول؟ یه 9 و 5 14 و 4 هم که میشه 18 تا، یعنی جرم مولیش میشه 158. حالا جرم مولی های گنده رو حفظ باشی خیلی بهتره، چون محاسباتت رو سریع تر میکنه. و به من گفته 53 گرم اکسیژن دارم. بهتره بچه این دهم ها رو بیارین پایین، یعنی بنویسین 53 دهم که محاسباتت رو آسون تر بکنه. ضریبش 1، جرم مولیش هم که میشه 2 تا اکسیژن دیگه، این 2 تا 16 تا که میشه 32 تا. اینم از این که خیلی راحت میتونی به جوابت برسی. تا الان گرفتین چی شد بچه؟ دیگه از اینجا بعد کاری نداره، صرفا یه محاسبات آسونه که ما به جواب برسیم. من پیام ها رو ندارم، ببینم چی گفتیم. من پیام خاصی نیومده حالا اینجوری که من میگم، حالا انگار دوستان مشکلی ندارم. دوستان اگه مشکلی داشته باشید بگید، حالا جایی نیاز باشه توضیح میدیم. معمولا سوال سخته نه رفقا، حالا با توجه به رویه که تو کلاس رخ میده و حالا اون هدف آموزش، نیازی یه ذره ما صد سوال رو کم کم حالا به شکلی کنیم که کم آموزش رخ بده. دقیقا مجهول بود الان. اوکی مطابق آریان جان، ببین این توی این سوال، این سوال حالا بگم سوال از کجاست. سال 98-99 آزمون تنگ سطح پایشه. این سوال اون زمان خودم شرکت کرده بودم، در واقع خودم با مجهول گذاری خواستم برم، به جواب نرسید، یعنی به جوابم نمیرسید چون تعداد مجهول بالاست. من اینجا یه کلید حل سوالم همین قانون پایستگی جرم. درست. خب بچه ها سوال ندارن دیگه، فکر کنم بریم سراغ بعدی. بازده درصدی داده بود رفقا، یه نکته رو دقت داشته باشید. اگه بازده درصدی بده تو کسرای پیش ساخته، بازده درصدی رو کسر ماده واکنش دهنده نوشته میشه. خب حالا اینجا من سوال از من چی میخواد؟ من اول باید
کلسیوم به دست میارم، منظور اکسیژن رو به دست میارم، از اکسیژن کاربن 4. پس باید به در واقع رو کسر ماده واکنش دهنده که کاربن 4 بزنیم، یعنی آر تقسیم بر 100. چرا کم کردیم درسته. از هم؟ ببینید خانم کاظمی، هر واکنشی که رخ میده قانون پایستگی جیم در اون این قسمت واکنش دهنده محدود کننده بعد توی سالت دو. دقت کنید اینجا اتفاقی که افتاده، من 13 و 4 گرم کلسیم دارم، این در یک واکنشی با اکسیژن شرکت کرده، کلسیم اکسید تولید کرده، مجموع کلسیم و کلسیم اکسید شده 18 و 7. چجور همچین اتفاقی ممکنه؟ ببینید من میدونم جرم کلسیم به اضافه ادو مساوی کلسیم اکسید. حالا شما یه ذره اینو جلوتون باشه متوجه میشید که این افزایشی که روی جرم مجموع جرم رخ داده الکی نیست، امکان نداره بجز اینکه حالا جرم اکسیژنه، چون قانون پایستگی اکسیژن اضافه شده. آها اون محدود کننده رو فقط توی یکی از تستا قشنگ میایم بررسی میکنیم، نگران نباشید. خب میتونیم بریم سراغ تست بعدی. بریم سراغ سوال بعدیمون که خیلی حرفه اینم بررسی بکنیم. خب آچا ایکس همون اینجا میشه 52، بخواییم به گزینه برسیم 52 میشه. بریم سراغ سوال بعدی. ببینیم بچه ها، با خاطر اینکه شما بتونید یکم جزئیانه تر دستتون رو بیاریم بالا و حالا توی این ارتباط شرکت بکنیم، من سوال اول میخونم یه مقدار روش توضیح میدم تا تو یکم یخت باز شه و آیده بیاد سراغ تو بخوای نقشه راهت رو سراغ باز کنیم و بگی. ببین سوال من چی گفته؟ میگه 4 ممیز 55 صدم گرم از یکی از نمک های مثل 2 با 100 میلیت محلول نیم مولر سدیم هیدروکسید واکنش کامل میده. اصلا من یه چیز بهتون بگم بچه‌ها، ما چجوری وارد سوالات استوکیومتری بشیم؟ ببین اولین گام اینه که واکنش رو ببینیم. حالا چند تا حالت داره، یکی این که آیا واکنش رو صورت سوال من داده یا نه، یه سوالی مثل اینجا واکنش رو داده. یه سری مواقع بچه‌ها واکنش رو به من نداده صورت سوال، باز چند تا حالت پیش میاد. یکی اینکه یعنی طراح از تو توقع داشته اون واکنش رو حفظ باشی، که ما یه سری واکنش ها رو تو کتاب درسی تو حوزه کنکور سراسری داریم که شما باید حتما حفظشون باشید. مورد دوم، ازت میخواد طی واکنش های یگانه دوگانه واکنش رو بنویسی. یا مورد سوم، مثلا خود سوال میگه آیه به اضافه میدهد سی، مثلا میگه فلان با فلان واکنش میده فلان را میدهد. از این چهار تا حالت خارج نیستش. الان اینجا طراح لطف کرده بهتون واکنش رو داده. دوم این کاری که میکنیم موازنه واکنشته، که اینجا خودش موازنه رو هم انجام داده. سومین کاری که تو توی حل سوالات استوکیومتری باید انجام بدی این هستش که اطلاعات صورت سوالت رو یه جوری روی واکنش جایگذاری کنی و تبیین کنی که دیگه لازم نباشه برگردی سوال رو بخونی. الان اینجا رو ببین، گفته 4.55 صدم گرم از این نمک مثل دو. از این داره میگه 4.55 صدم گرم. دانش آموز میگه از کجا بفهم اینو داره میگه؟ خب اینو که میدونی، این سدیم هیدروکسید میگه یا بهش میگه سود سوزاور. پس این نیستش، پس میشه همین CuO2. میگه با 100 میلی لیتر محلول نیم مولار واکنش کامل میده. حالا میگه آنیونه کدومه؟ باشه سوالمون مسئله دو قسمتیه. بعد میگه در این واکنش چند گرم از این هم تولید میشه، ایکس گرم. این رو هم داره ازتون میپرسه. زمانی که بچه ها سوالاتتون سوالات دو قسمتی میشه حتما به این توجه کنید. ما تو 99 درست مسائل دو قسمتی زیاد داشتیم، ولی خب خیلی از مسئله ها بودن یه قسمتشون منحصر به فرد بود. ببین اینجا من با پوینتر بهت نشون بدم، اینجا منحصر به فرد نیست. نگاه کن گزینه 1 255 اینم 255، این 237 اینم 237، استات تکرار شده، نیترات تکرار شده. ولی ما تو 99 خیلی سوال داشتیم که یک قسمت سوال من منحصر به فرد خودش بود و من صرفا با حل کردن اون قسمت به جواب میرسیدم. پس هر زمانی سوال شما دو قسمتی شد حتما این ایده تو ذهنت باشه که چک کنم آیا قسمتی هست که منحصر به فرد باشه یا خیر. این موضوع خیلی مهمه. ببین تقریبا نقشه راهو گفتیم دیگه، الان کسی رو باز کنیم یا نه؟ کسی میخواد توضیح بده؟ دوستان یکتون دستتون رو بیارید. خب چقدر عالی، من چیز نکنم. آه یه نفر زور نکنیم، یک دستش یه لحظه من یکی رو فعال کنم. حالا شانسی. حالا آریان جان صدا تو میشنویم.
سلام 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 صدای منو دارید؟ سلام، بله آریان. خب سوال خب. ما اول بگیم که محدود مولار در واقع 500 مول سدیم. بله یکم بلندتر صحبت میکنی، یکم فکرم میکروفون دور شد. بله خب یه تناسب میذاریم که آفرین 4.55 صدام بر روی ام حالا سی و آدو کل جر مولیش، حالا آخرش درست میکنیم آفرین مساوی یعنی منظورش صدام بر روی دو. حالا این 5 صدم از کجا اومد؟ منظورش اینه که 100 میلی لیتر بچم 100 هزار میلی یعنی 1 دهم لیتر. بچم من دهم رو پایین می‌نویسم که محاسباتتون الان خودتون ببینید که آسون‌تر میشه و به ذری بمون. که از اینجا خب خب میتونیم یه نسبت دیگه هم بذاریم، یه تیکه سی آفرین. او هاشتو هم حل حساب کنیم یا جدا کار کنیم؟ دمت گرم. حالا جدا بنویسیم که حالا دمت گرم که بچه ها بتونن، حالا ما دو تیکه میدیم که بچه ها بتونن راحت تر محاسبه بکنن. دوباره ما 1 دهم لیتر رو اینجا داریم، 5 دهم مول بر لیتر هم اینجا داریم که ضریبمون 2، ایکس گرم سی او هاشتمون و دست میاد ضریب 1، جرمش جرمش میشه یه سی او داریم که هست خودش بهم داده 64، او با یعنی 16 و 1 17 ضرب بر 2 میشه 34 میشه 98 یعنی میشه 98. و ما الان خیلی راحت تر میتونیم بیایم اینو به دست بیاریم دیگه. قبول، این با این بره این بشه 2، قبول این به 2 بزنی میشه 4مون میشه 19 میشه 49 تقسیم بر این عدد رو به من میده که به من میشه 2.45. یعنی بچه ها گزینه 2 و 4 خدافظ، یعنی گزینه 1 و گزینه 3 میشه. الان خیلی راحت هم اینو میتونی به دست بیاری. اول من با یه رنگ دیگه ساده کنم براتون، ببین اینا با هم میرن خیلی راحت. به 5 بزنی این میشه 91، یعنی من دارم 64 به اضافه 2a مساویه 182، یعنی 2a میشه 182 منهای 64. میتونی چجوری بگی؟ اینجوری با خودت چیز کن. خیلی هاتون بچه من میبینم این محاسبه کردن اینا رو ایراد داری، اینو بگو آقا بوده 180 منهای 60 یعنی میشه 120، 122 منهای 4 رو داره ازت میپرسه دیگه، چقدر میشه؟ میشه 118 تا. که آر رو بخوایم به دست بیاریم میشه 59 گرم. الان بگو ببینم آریان استات کیه؟ نیترات کیه؟ استات 3832. آفرین، 3832 کوی بار منفی داریم. دمت گرم. الان میایم الان جرم هر کدوم از اینا رو حساب میکنیم ببینیم کدومش جرم مولش میشه 59. الان اینجا دو تا کربن داریم، چه دو تا 12 تا به اضافه 3 تا 1 به اضافه 2 تا 16 تا. که میشه 24 به اضافه 3 به اضافه 32 مون که چقدر میشه؟ همینه دیگه میشه 50. من یه روش دیگه پیشنهاد بدم، من خودم وقتی که بله آ رو به دست آوردم 59، من حالا قبلا هم نمیدونم گفتم یا نه، دوستان باید یون های چند اتمی حفظ باشن، یعنی یون های مهممون نیترات، کربنات، سولفات، فسفات، نیتریت، همه اینا باید حفظ باشید. خب حالا نیترات هم یکی از یون هایی که قطعاً دانش آموزایی که حالا سرعت عمل بالایی توی استوکیومتری دارن یا توی سوالات حلی اینو میدونن که جرم مولی 62 است. بله. نیترات نمیتونه باشه، قطعا استات. مرسی از توضیحاتتون. بچه‌ها اصلا جرم مولی ها رو سعی کنید حفظ کنید. مثلا ما یه سوال داشتیم فکر کنم 99 بود. آقا فرمول مولکولی چربی رو می‌خواست و جرم مولیشو به دست بیاری. حالا چربی چیه؟ 3 57 8 10 و 6، یعنی باید تو 2 ساعت حساب میکردی. 57 تا 12 تا به اضافه 110 تا به اضافه 6 تا 16 تا. اوف، یه دقیقه تموم شد. یعنی تو جرم مولی اینو نمیدونستی که میشه 890، باید 2 ساعت فقط اینو حساب میکردی. اصلا جرم مولی های زیاد و طولانی و این یون ها رو حتما حفظ باشین، یعنی خیلی جلو میندازتتون. سوال تکلیفمون هم بود خانم دکتر، حالا سوال 8 همون 8 بله. بود، من گفتم این حتما همون چربی کوهان شطوره است که 890 گرم جرم مولیشه. کسی که میدونست راحت نه محاسبات موازنه شو باید انجام میداد نه هیچ، خیلی سریع دقیقا هیچی نداشت. بعد حالا اینو بخواد حساب کنه که فکر کنم کل تایم و بچه ها با محاسبه کردن به این اختصاص میدادن واقعیتش اگه حفظ نبودیم. خب بچه ها اگه از این سوالی داریم بپرسید، اگه نه که خیلی سریع بریم سراغ سوال بعدی. امروز بخواییم بهتر کنیم دیگه. بریم خانم دکتر، بریم سراغ سوال بعدی. بچه ها این سوال خیلی خیلی سوال جذاب و باحالیه.
من اول میخونم یه توضیح میدم که شما ذهنتون باز بشه و بعد صداتون رو باز کنید، که یهو نگم صداتو باز کن که باز نکنی دیگه. ببین یعنی میخوام الان به جای دو نفر 5-6 نفر دستشون بالا باشه ها. اوکی دمتون گرم. ببین چی من داره میگه. میگه یک مول مخلوط گازی داریم شامل گوگرد دی اکسید و اکسیژن با نسبت استوکیومتری مناسب تو ظرفی با حجم ثابت. ببین وقتی یه جایی چیزو میگه ثابت یه حکمتی داره، یه دردی میخوره دیگه، چرت و پرت نمیگه انقدر. حالا اینجا گفته اگه بعد از مدتی در اثر انجام این واکنش، خب گفتم توی سری استوکیومتری واکنش میده، اینجا داده، خب دمش هم گرم موازنم که کرده. و میگه تو دمای ثابت، میگه فشار گاز درون سیلندرم 10% کاهش پیدا میکنه. آقا خیلی اینجا ایراد دارین. موقع هایی که میگه 10% کم میشه 10% زیاد میشه اینجا ایراد داری. ولی بابا من با یه پول مثال بزنم براتون بچه ها. 100,000 تومان تو پول داری؟ پولت 10% کم میشه الان چقدر پول داری؟ میشه بهم بگی؟ دکتر من چطور نمیدم، کسی میتونه اینو بگه؟ اینو همه میگن چون با پول مثال میزنیم همه میگن، اصلا امکان نداره که نگن. نمیگم بازم دوستان. آه نه یه نفر گفتش بازم چرا من پول الان ببین تو 100,000 تومان پول داشتی، خب 10% رو من ازت میگیرم، حالا چقدر پول داری؟ 10% تو چقدر میشه؟ میشه 100,000 تومان ازت داره 10%، یعنی 10 تومان من ازت گرفتم، الان پول چقدر میشه؟ پول میشه 90 تومان دیگه، 10% کم شده. حالا فکر کن 10% اضافه بشه چقدر میشه؟ میشه 110 تومان. توی شیمی یا تو هر علم دیگه هم دقیقا همین اتفاق میفته. حالا ببین این درصد اضافه شدنه یا درصد کم شدنه صرفا تو شیمی تو نیست، تو فیزیک از اینا داری، تو ریاضیت داری. از همین الان سعی کن با توضیحاتی که میدی کامل رو یاد بگیری که 10% اضافه میشه 10% کم میشه یعنی چی. ببین یعنی برام یه فشار گاز درون سیلند 10% کم میشه، یعنی پی دوی تو میشه P1 منهای 10% P1 تو، یعنی میشه 100 صدم منهای 10 صدم، یعنی 90 صدم، یعنی میشه 9 دهم P1. حالا من یکم جمع دورتر بنویسم، P2 میشه 9 دهم P1. میگه فشار 10% کم شد. حالا میگه چند گرم گاز گوگرد تیری اوکسی تو مخلوط فکر کنم خانم دکتر نتشون قطع شد. خب رفقا حالا من یه توضیح ریزی هم بدم. ببینید توی سوالاتی که در مورد گاز بحث میکنه، واکنش های گازی، تغییر فشار، تغییر حجم بحث میکنه، همیشه فرمول یعنی رابطه گاز ها رو یادتون باشه. P1V1 یعنی 1/T1 مساوی P2V2 N2/T2. حالا اینجا چی تغییر، چه عاملی باعث تغییر فشار میشه رفقا؟ چه کسی میتونه به من بگه کدوم عامل باعث تغییر فشار شده؟ یعنی من کدوم عامل توی این فرمول تغییر دادم که اومده فشار من تغییر کرده؟ احسنت. ضریب ها مول. بله بله دقیقا مول. مرسی مرسی، احسنت. مرسی از دوستان، مرسی از همکاریتون. خب پس مول من تغییر کرده، پس من رابطمو در میارم. خب حالا اگه بخوام رابطمو بنویسم، حالا من تخت سیاه باز کنم اینجا. خب ببینید میخوام رابطه رو بنویسم. P1V1 N1/T1 که فرمول خودمه، درسته؟ حالا چیزی که ثابت دما و حجمه. خب خودش گفته دیگه حجم ثابت، یه ذره اگه دقت کنید به این نتیجه میرسید. خب حالا پس تغییر فشار من بر اثر تغییر مول رخ داده. این فرمول رو جایی ندیدید یحتمل، به خاطر همینه که تاکید داریم بر این. بله میلانی مرسی، به همین علته که تاکید میکنیم که توی این سوالات این فرمول اصلی رو حفظ کنید و از روی این فرمول اصلی فرمول تولید کنید. جلسه قبل اینو بهتون گفتم دیگه. حالا انگار خانم دکتر تونستم وصل بشم. حالا من خانم دکتر من اپراتور کردم شما رو. اوه تایید ای بابا. دوستان صدای من دارین؟
نمیتونم خانم دکتر رو اپراتور کنم چرا؟ ای بابا صدای من هست. ای بابا خانم دکتر نمیتونم چرا اپراتور کنم. یک بار خارج بشید دوباره وارد بشید اگه صدا میدونید. خب اوکی دوستان، پس تغییر مول من در واقع من این تغییر موله رو به دست میارم. رفقا توی سوالاتی که کلا در مورد تغییر بحث میشه، تغییر جرم، تغییر مول، تغییر فشار، هر چیزی، شما وظیفتون اینه که واکنشتون رو آنالیز کنید. یه لحظه خانم دکتر اومدم بازم. خانم دکتر به نظر میاد حالا اینترنتتون قطع و وصل میشه، حالا من نمیتونم. آها درست شد، الان من درست شدم، ولی میخوام شما دکتر جان ادامه بدین که من باز کنم. دوستان در مورد حالا مفهومش بیشتر آشنا بشن. خواهش میکنم. من معذرت خواهی میکنم اصلا تو، من یه لحظه کلا قطع شدم. پس بچه این درصد، فکر کنم پایین درصد رفتیم که من با پول مثال زدم دیگه. بچه درصد ها خیلی بهش توجه بکنید. نگاه کن الان من گفتم پول تو 10% کم بشه زیاد بشه، چون من چطور دیدم خیلی هاتونم به اشتباه گفته بودید. ببین اگه تو میخوای پول ثانویت رو به دست بیاری، نه همین کاری کنیم. پول ثانویت میشه پول اولیت حالا به اضافه منهای اون درصد، مثلا 10% پول اولیت، که اینجوری شد دیگه. نگاه کن پول دوی تو، یعنی پول ثانویه تو، میشه پول اولیت که 100 تومن بود به اضافه من مثلا 10% پول اولیت که 100 بود، که این با این میره میتونه حالا پول مثلا 10 تا اضافه بشه که بشه 110 تا، یا 10 تا کم بشه که بشه 90 تا. یعنی اینو دیگه اشتباه نکنید، دارم میگه 10% کم بشه. خب دارم میگه 10% کم بشه و 10% زیاد بشه. بعضی موقع ها من چایی سوال مثلا میگه یک دهم برابر شود، اون یعنی مثلا چی؟ یعنی پی دو میشه یک دهم پی یک. این دوتا لفظ رو خیلی قاطی میکنید بچه ها. بعضی جاها میگه 10% کم بشه یا زیاد بشه، بعضی جاها میگه مثلا یک دهم برابر شود. اینو وقتی میگه این یعنی یک دهم برابر شود، حله؟ ولی اینجا گفته 10% کم شد، یعنی پی یک من منهای 10% پی یک میشه 9% پی یک، یعنی پی دو میشه 1/10 پی یک، که خیلی راحت ما اینجا تونستیم نسبت رو پیدا کنیم. بعد بچه ها یه جایی وقتی داره در مورد حجم، در مورد دما، در مورد فشار صحبت میکنه، دیگه با زبون بی زبونی داره میگه آقا از قانون ثابت گاز ها باید استفاده بکنی تا به جواب برسی. یعنی از این لفظاش کمک بگیر که چطور باید من این سوالو حل بکنم. الان شما تا اینجا توضیح دادیم دیگه، بیشتر از میگم به جواب میرسیم. الان کی حاضر مایکشو باز کنیم؟ کدوم شیر زن و کدوم شیر مردی صداشونو باز میکنن که ما این سوالو خفنو باهاش ببریم جلو؟ من حامی پسرا هستم. پسرا ازتون میخوام که میکروف من حامی دخترا دستو نستیم. جلسه پیش گفتیم من این جلسه جبران میکنم، وعده های چیز میدین چرا به من؟ دستا رو بیاریم بالا ببینم. خودم روشن میکنم آقا دیگه. یه جمله دیگه بگم اصلا به جواب رسیدیم. باز کنید اونجا که میتونی بگم. خالص توی کلاس استفاده میکنم. خب خانم ستار فنایی رو من روشن میکنم. سلام خوبی؟ مرسی، ممنون باشه. خب سلام هم که دارید از شروع کنید. بله همه چیز عالیه، بگو. فقط بذار من بچه های اسکرین بگیری، من پول مولو پاک کنم. یه با پول مثال دادم تا آخر عمر تو فیزیک، تو ریاضی، تو شیمی، دیگه یادت نمیره به هیچ عنوان. به امید خدا دیگه اسکرینم که گرفتی بریم بگو خوشگلم. الان در واقع حالا تا اینجاش که ما اون درصد رو به دست آوردیم، حالا گفتیم یک مول مخلوط گازی گوگر دیوکسید و اکسیژن. بله. به نظر من بهتره که اینا رو ما براشون یه چیز در نظر بگیریم، یه ایکس و ایگرگی در نظر بگیریم. یعنی قبول داریم اینجوری بگیم اینا قاضی بشه که اینا هم گفته با نسبت استکیومتری مناسب دیگه، اینو بگیریم ایکس، اینو بگیریم دو ایکس. قبول؟ بله کاملا درسته. آره. آقا بگو بقیه‌اشو خودت بهم. بله خب البته الان که حالا 2x و x میتونیم 3x در نظر بگیریم و مساوی یه مول قرارش بدیم، یعنی x هم میشه یک سوم دیگه. آفرین.
الان پس ببین به جای x میذارم 1/3، به جای 2x میذاریم 2/3. مرسی. خب بله، خب الان در واقع به نظر من بهتره ما اون p1v1 و n-تیمون رو تشکیل بدیم، ولی دیگه نیازی نیست t و v رو قرار بدیم. همون p برای کافیه چون که گفته ثابته. آفرین. پس بذار من کامل بنویسم بعدن خط بزنم p2v2n2t2. ببینید بچه ها، این که گفتم هی داره میگه ثابته، یه حکمتی داره. آقا حجم ثابته، بزن بره. v1 و v2 برابرن. داره میگه دما ثابته، دماها رو بزن بره. یعنی الان اون که تو نیاز داری اینه p1n1 مساوی p2 به روی n2. مرسی. خب بریم. درسته. خب الان گفته 10% کاهش. من خودم فکر میکنم اینجوری بهتره که ما چون گفته 10% کاهش، ما P1مونو 100 در نظر بگیریم، P2مونو 90 در نظر بگیریم. یعنی اینجوری فکر میکنم با عدد گذاری شاید راحت تر برسیم. ببین کار خوبیه ها، ولی نگاه کن خیلی راحت میام این کارو میکنم. میگم P1 میذارم، اینو میذارم 9/10 P1. خب P1 ها برن دیگه. اینجوری الان پس N2 مون اینجا میشه 9/10 N1. رسیدیم به جذاب، جای جذاب سوال. الان چیکار کنیم؟ خب الان در واقع میزان گاز گوگرب تری اکسیدو گفته. به نظر ما میتونیم گاز گوگرب تری اکسیدو در واقع مرحله اول که ما 2/3 داشتیم ازش، خب 2/3 مول از SO2 داشتیم، بیایم از همون SO2 به دوباره به گوگرب تری اکسیدمون برسیم. خب اونو به عنوان N1مون قرار بدیم. خب بعدش چی میگم بگم اینجا ببینید تو موافقی با هم یا نه. ببینید اینجا اینو شما بچه‌ها تو سرعت هم این مدلی برخورد کردیم باهاش، الان هم برخورد میکنی باش، تو فصلیه که 12 تو تعادل هم باش برخورد میکنی. یعنی این یه ایده فکری باید تو ذهنت داشته باشی که من بعضی جا لازمه اینجوری بنویسم. چجوری بنویسیم؟ ببین منظورم چیه؟ کوشش میاد آدم من یاش. نکن دو تا SO2 داری با O2 داری که به تو میده دو تا SO3. قبول؟ مقدار اولیه بنویسیم. این مقدار اولیهش 2/3 بود، این 1/3 بود، این صفر دیگه. هنوز اولش که می‌ریزیم برام چه اتفاقی نمی‌افته. SO3 من صفر است. با گذر زمان چی میشه بچه‌ها؟ از واکنش اندا کم میشه یا زیاد میشه؟ خب اصولا اینجا ما باید قانون پایستگی رو ما نداشته باشیم. خب چرا اینجا هم داریم؟ الان از واکنش اندا کم میشه. چقدر کم میشه به نسبت ضریب بمون؟ یعنی الان منظورم چیه؟ این 2/3 به نسبت ضریبش که 2، 2x تا ازش کم بشه، این به نسبت ضریبش که 1، x تا ازش کم بشه و به فراوردمون 2x تا اضافه میشه. یعنی میزان مول این N1 هم بود، میزان N ثانوی هم این میشه. یعنی مول کلی که توی قسمت ثانوی وجود داره اینه. یعنی دارم چی؟ 2/3 منهای 2x به اضافه 1/3 منهای x به اضافه 2x. یعنی این 9/10 N1 من شد. N1 هم چقدر بود؟ 1 بود دیگه. قبول. پس این میشه 9/10. از اینجا x نمون به دست میاد. قبول؟ بله کاملا. 2x با این بره، این میشه 1 منهای x میشه 9/10. پس x هم از اینجا شد 1/10. حل تا اینجا؟ بله کاملا درست. الان بریم با یه رنگ دیگه قاطی نکنیم. الان میگه چند گرم گاز گوگرب تری اکسید وجود داره. گوگرب تری اکسید اینه دیگه، دو تا x. x هم که 1/10 بود، میشه 2/10 مول. جرمش رو میخواد در جرم مولیش کن. جرم مولیش چقدر؟ یه s، یعنی 32 به اضافه 3 تا 16 تا میشه 48 تا 50 تا 80 تا. درست. که میشه 2/10 ضرب در 80 میشه 16. 160 که 1 میره میشه 16 گرم. حالا بله کاملا. خب بچه من دوستان بله بفرمایید دکتر، بفرمایید. 9/10 دیگه درسته. تغییرات مول گاز چقدر؟ درسته. 1/10. 1/10 مول کاهش. حالا من اینجوری میگم، طبق ضرایب استوکیومتری اگه 2 مول SO2 مصرف بشه و 1 مول O2 تولیدش 2 مول SO3 میشه. یعنی اینجا 3 مول بله. گاز مصرف، 2 مول گاز تولید. تغییرات من اینجا چقدره؟ 1 مول. 1 مول کاهش. پس اینو در نظر بگیرید. من به دست آوردم 1/10 مول کاهش. استوکیومتری می‌نویسم پایین. 1 به ازای 1 مول کاهش. چقدر گوگرب تری اکسید تولید شده؟ 2 مول. 1 مول گوگرب تری اکسید. 2 مول. آره. بنویسم این بالا دکتر، اینه که میگیرو میخوایم بنویسیم که متوجه بشن بچه ها بفتر. ما میگیم آقا به ازای 1 مول این گاز ما
چقدر داریم؟ 3 مول SO3 تولید. یعنی 2 مول SO3 تولید میشه. درست. اینجوری بنیم دیگه. خب؟ حالا چون تغییرات مول گازیمون چون 9 دهم بود. میگم 1 دهم مول کاهش داشتم. ضرب داره. درسته. مال 1 دهم مول کاهش داشتیم. پس یعنی الان 2 دهم مول اینجا SO3 تولید میشه دیگه. مول SO3 رو آوردید، ضرب در جرم مولی 80 بکنید، جوابتون به دست بیاد 16. دقیقا که میشه 16. حالا یک بار دیگه همین راهو همراه شما رو بچه ها توضیح بدم، چون سوالمون سوال خیلی خوبی بود، یه عدتون شاید یکم گیر کرده باشین. ببینید بچه ها، ما یه مدل نوشتن داریم که تو باید عادت کنی به این مدل نوشتن اگه میخوای با این راه بری، چون ما تو سرعت اینو داریم، تو تعادل که تو فصله که 12 هم قراره بخونه اینو داریم، کلا با این مدل نوشتن ما کار داریم. منظورم چیه؟ بذار اول به تو بگم که من چجوری یک سوم دو سوم در آوردم، بعدا اینو بهت بگم. ببین میگه یک مول مخلوط گازی از گوگر دی اکسید اکسیژن داریم، یعنی SO2 و O2 من جمعا یه موله. میگه نسبت استوکیومتری مناسب، یعنی اینو بگی 2x چون ذریعش 2، یعنی دو برابر اکسیژنه، اکسیژنو بگیر x، یعنی x به اضافه 2x یعنی 3x تو میشه 1، یعنی x هم میشه 1 سوم، اینجا 1 سوم، این دو برابر میشه 2 سوم. ما یه مدل نوشتنی داریم که تو باید یاد بگیری اینجوری نوشتن، تو سرعت داری، تو تعادل داری، نیاز داری به اینجور نوشتنه. حالا اون راه بالایی رو من دوباره توضیح میدم ساده تره، ولی این مدل نوشتنه باید تو ذهن تو باشه کلا. ببین در حالت اولی من 2 سوم مول SO2 دارم، 1 سوم مول O2 دارم، میزان فراوردت در حالت اولی صفره. ببین یه هو که SO2 با O2 واکنش داده، من SO3 تو ثانیه صفرم، پس اینو صفر میذاریم. با گذر زمان بچه ها از واکنش دهنده ها کم میشه، چقدر کم میشه؟ به نسبت ضرایبش کم میشه، یعنی میشه 2 سوم منهای 2 x، 1 سوم منهای x، و برآوردت به نسبت ضرایب تولید میشه، میشه 2 x. یعنی این کلش رو جمع بکنیم میشه n2 تو، که n2 تو 9 دهم n1 بود، که n1 هم 1 بود، پس کل این میشه 1 دهم، که از اینجا x شد 1 دهم، یعنی 2 دهم مول اینجا من SO3 تولید میکنم صد در جرم مولی، یعنی 16 گرم. که حالا خیلی سریعتر بخوای حل کنی میگی نگاه کن دو تا SO2 داریم، ما یه O2 یعنی 3 تا SO، یعنی 3 تا 3 مول گاز دارم اینجا، 2 مول گاز تولید میشه، یعنی 1 مول ما اینجا فاصله داریم، که 1 مول فاصله بین اینا دو تا SO3 بهت میده. حالا 1 دهم تغییرات داشتیم که به من 2 دهم مول SO3 میده و به جرمش میرسه. درست فهمه یه سوال اینجا حل همه چی، سوال نداره کسی. حالا این شما دقیقا این کاری که من کردم با ضرایب دیگه، یعنی من از ضرایب، خب ضرایب دارن چی رو نشون میدن؟ ضرایب اصطلاحاً اسم دومش چیه؟ ضریب مولی هم بهش میگیم دیگه، درسته؟ دقیقا همینه، هیچ تفاوتی نداره. خیلی عمالی، میتونیم بریم سراغ تست بعدی خانم دکتر. من باز وبکم روشن نکردم، الان بچه هایی میگم وبکم روشن نکردی، خب میگم وبکم. بریم سراغ سوال بعدی. بچه ها بریم سراغ سوال 14. این سوالمونم خیلی سوال خوبیه. خب من باز میخونمش که یه ایده بگیرین و بعد صداتون رو باز میکنم که توضیح بدین. حالا لازم نیست 100 درصدش رو بگی تا یه جایی که ما به یه جواب خوبی برسیم. اما اصلا یه واکنش موازنه نشده این، یعنی تو اولین گامی که برمیداری واسه حل کردن این سوال موازنه کردنته. به این پیچه ترین ماده ضریب 1 میدی، این 1 میگیره، دو تا او داریم، او رو که فعلا میتونیم چرا 2 میدی، به این 4 تا هیدروژن داریم اینجا، دو تا اینم ضریب 1 میدیم که موازنمون کامل بشه. گفتم تو شرط استاندارد، شرط استاندارد همون SCP مونو داره، میگه میگه در حال انجام شدن، اینجا چیز خاصی نگفته، میگه اگر تفاوت جرم فرآورده های تولید شده در این فرآیند برابر 12 گرم باشه، یعنی اینو بگیر مثلا آ گرم، اینو بگی بی گرم، داره میگه تفاوت آیمن های بی، نمیدونم کی از کی بزرگتر تو قدر مطلق میذارمش، که 12 گرمه. میگه حجم بخارا به مصرف شده چقدره، یعنی این وی رو داره از من میگرسه، جرم مولی اینا هم که بهتون داده. خیلی سوال سوال خوب و آسونیه ها، فقط حواست باشه یک کاری بکنی که محاسباتتو خیلی طولانی نکنه. الان بچه باید 10 نفر دستشون بالا باشه حداقل. این سوال خیلی سوال آسونی بوده، بگیم ببینم. yes, من... کی دستشو میاره بالا؟ قدم موندیم. محمد مهدی رو باید میکروفونشو باز کنم. محمد مهدی کجایی؟ محمد مهدی کجا رفت؟ محمد مهدی، محمد مهدی
سلام سلام، خسته نباشید. سلام، خب محمد مهدی برو ببینیم چیکار میکنیم. تولیدی ها و اون موادی که اولا خب جواب گزینه خوب میشه گزینه 4 فکر کنم. دمت گرم. خب تولیدی ها یا اون موادی که تولید میشه واسه ما، خب 1 مول کلسیوم OH2 تولید میشه و 1 هم C2H2. بله. یعنی جرم مولی رو در 1 مول اینها ضرب میکنیم و از هم جرما رو کم میکنیم که گفته 12، یعنی X مول در کل. دو چطور بگم دیدین میگم خوب توضیح میدم درسته میگم؟ خب همین X مول تولیدی ما درسته ضرب در جرم مولی کلسیوم OH2 میشه یه بار. بله خب یه بارم ضرب در جرم مولی C2H2 میشه، از هم کمش میکنیم میشه 12. دمت گرم. خب و از اینجا دیگه کارمون راحته و میرا میتونیم راحت به دست. بله بله مرسی محمد. دمت گرم. خواهش میکنم. خب خواهش میکنم. مرسی محمد. خب خیلی راه خوبی گفتی و بچه ها به یه مدت بنویسیم یکم تو بتونی ملموس‌تر بررسیش بکنی. منظورم چیه؟ اینجا نگاه بکن ببین یه کسر حجم ویلیس رو اینجا داریم. کسر حجم چی میشه؟ میشه حجم به حجم مولی که اینجا 22.4. خب ضرب در ضریبش که 2. از اینجا آ گرم کلسیم اوشو به دست میاد، من آ بذارم ضریب 1 بعد جرم مولی بذارم دیگه، کلسیم داره که میشه 40 تا 16 و 1 17 ضرب در 2 که میشه 34 تا میشه 74 گرم. قبول از اینجا این از این. یک هست دیگه داریم آقا، ویلیتر رو من دارم اینجا، حجم مولیم 22.4، ضریب 2 میتونم بیرو از اینجا به دست بیارم که هست ضریبش 1، جرم مولیشو به دست بیارم میشه 2 تا 12 تا به اضافه 2 تا که میشه 26 گرم. این از این. تا اینجا اوکی این؟ خیلی راحت ما نوشیم. الان من بیام ببین 22.4 رو دست نزن، محاسبات رو میاد خراب میکنه. خب 22.4 هم بزن کن، ما بیام اینو بزنیم با این بره که میشه 37، یعنی آیه من از اینجا اگه قبول داشته باشیم میشه 37 وی بر روی 22.4. اوکی از این بر بی رو تنها کنم دوباره 2 رو با این بدانم بره میشه 13، یعنی 13 وی میشه به 22.4 میشه مساوی بیمون. الان گفته آیه من های بی من میشه این، یعنی آ رو نگاه کن دارم 37، این 37 وی بر روی 22.4 من های 13 وی بر روی 22.4، این قراره به من بده 12. الان 37 من های 13 چند میشه؟ میشه 24. قبول اینم وی. این 22.4 همشه دهم رو بالا بذاریم محاسباتتون یکم آسون‌تر میشه، راحت‌تر به جواب میرسیم میشه 12. 12 رو با 24 ساده کنیم میشه 2، 2 هم با این بزنیم میشه 112. الان 10 میشه 112، یعنی ویت میشه 11.2 لیتر، یعنی به گزینه 4 هم که محمد مهدی هم همونجوری بهمون گفتش رسیدیم. نیازی نیست حتما ذرایبشون یکسان باشه، همون روشی که محمد مهدی هم گفت از اون شما میتونید راحت به جواب برسید. خب از واقعیت شما اینو میفهمید 1 مول کلسیم هیدروکسی اگه تولید بشه 1 مول هم C2H2 تولید خواهد شد، پس اینا به نسبت تولید میشن دیگه، یعنی یک نسبت با یک نسبت مولی خاص تولید میشن. پس من بله. وقتی که 1 مول از اینا تولید بشه این مقدار تفاوت جرمشون رو با هم میتونم سوال کنم. مرسی. خیلی اچه سوال ندارین از این سوالی که حل کردی؟ من یه سوالی هست بگین، اگر نداریم سراغ سوال بعدی بریم. خب بریم اچه سوال داشتیم بپرسین حتما، خجالت مجالت نکشیم بریم سراغ سوال بعدی. بچه من توضیح میدم بعدش بعد میکروفونتو باز کنی و تو توضیح بدی. حالا میگه یه مخلوطی داریم از دو تا ماده X و Z با یه مقدار ناخالصی، یعنی من که ظرفی دارم توش X ریختم Z ریختم یه ذرم ناخالصی ریختم، داره میگه اگه شماره ذره‌های موجود تو مخلوط هم انقدر باشه، یعنی کل اینا باشه 1.806 در 10 تا 24 تا. واقعیتش خود من
هر موقع تعداد میبینم فرار میکنم ازش، خیلی گنده است. نگاه کن چقدر عدد بزرگه، 1.800 و 600 در 10 تا 24 تاست. خیلی سخته با این عدد کار کردم، ولی تو خیلی راحت میتونی اینو بیای به مول تبدیلش بکنی. دقیقاً به مول تبدیل کنی و اینجا این مولتو قرار بدی. یعنی من بگم 1000 رومشو بیار پایین که محاسباتت راحت تر باشه، 6502 که بتونی راحت مولشو به دست بیاری. الان این با این بره، اینم با این بره، این میشه 3 دیگه، 3 برابرش، یعنی کل این شد 3 مول. آقا حالا میگه از ماده های X و Z، X ازش از 46.8 گرم داریم، از زدم 8 میلیلیتر داریم، حالا میگه چند گرم ناخالصی داریم. خب خیلی آسونه این سوال، کسی رو باز کنیم یا بگیم بره پسر خدا رو شکر پرچم ما رو یه یکی داوطلب شد دیگه، خیلی آسون شد. محمد مهدی خودت میای یا حالا آریان اینا دوستان دخترا؟ آچه یکی بیاد باز کنه توضیحات کامل و جامع بده. به محمد مهدی میتونیم یک رست بدیم چون همین الان صحبت کرده. آریان خیلی وقت استراحت کردی، به نظرم دیگه دستتو بیار بالا. آریان بی خیلی استراحت کردی نسبت به سوال اولی که گفتی، الان ادامه بده. خب صدا من درست هست؟ بله صدات هست، برو بریم. خب سه مولو که گفتی تیچ، خب بعدش ما میگیم اول میریم سراغ زد، مول ایکس و زد رو جداگانه در میاریم که بتونیم مول ناخالصی رو در بیاریم، جرم ناخالصی هم گفته ضرب بکنیم و جواب در میاد. تموم شد رفت. یه جمله میخواستید بگید یه بچه ها؟ ببین الان چون ما مولش رو رفتیم، ما نیاز داریم با توجه به اطلاعاتی که من داده بریم مول ایکس رو به دست بیاریم، مول زد رو به دست بیاریم، تا مول ناخالصی به دست بیاریم. به من داده دیگه، گفته جرم مولی ناخالصی 46 هست، در 26 کنید جرمش بشه. الان چجوری به دست بیاریم؟ ببین گفته ماده ایکس 46.8 گرمه. خب چی میشه؟ میشه جرم به جرم مولی دیگه، یعنی میشه 46.8 ضرب در جرم مولی ایکس که 39. ما از اینجا میرسیم به مول ایکسمون. از این طرف بس من مشخص کنم، از این طرف زد رو داریم، نگاه کن زد 8 میلی لیتره، یعنی میتونم بگم 8 میلی لیتر ضرب در میلی لیتر به گرم که گفته 49.1 گرم بر میلی لیتر، و اینو بگم به مول تبدیل کنم، هر مولش چند گرمه؟ 56، که مول اینم به دست بیارم. حالا من با یه دیگه ساده میکنم که متوجه بشین کامل. به 7 بزنم میشه 7، این میشه 8، اینو این با هم بره این میشه 0.7، یعنی زدم میشه 0.7 مول. قبول؟ این چقدر میشه؟ به چند میتونی سادهش بکنی؟ مثلا به 3 بزن، من کوچیک ساده میکنم که تو متوجه شی چی کار دارم میکنم. به 3 بزنی میشه 13، به 3 بزن 1، 5 تا 15 تا، این میشه 18، میشه 6، میشه 156. این چند برابر این خواهد بود؟ این میشه 156 تقسیم بر 130 مون، که ایکسمون از اینجا در میاد چقدر؟ ایکس هم اینجا در میاد یه راست باشیم 2/10 دیگه، آره 1/2. خب که x هم شد الان 1/2. خب الان یعنی من دارم 1/2 با 0.7 که میشه 1/9 مول یه موجود ناخالصی هم اینجا وجود داره که جمع اینا میشه 3 مول. آقا جان الان مول ناخالصی رو خیلی راحت از اینجا در میاره که میشه 1/1 مول. مولشو داری؟ جرم مول داده 26، یعنی میا 11/10 و ضرب در 26 میکنی. بچا دو رقمی تو دو رقمی میخوای ضرب کنی چیکار کنم آسون بشه؟ این 1/10 جدا بگیر اصلا. خب من اصلا 1/10 ننویسم فعلا اینجا، بگم انگار بوده 26 در 10 به اضافه 1، یعنی 11 رو بنویسم 10 به اضافه 1 که بشه 260 به اضافه 26 هم، که این میشه 286. قبول؟ یه دهم داره اینجا میشه 28.6، میگم یعنی نه ترس وقتی دو رقمی میشه. حالا چرا اصلا یه موضوعی که هست نه که ما تو کنکورمون 17-18 تا مسئله که داریم همش محاسباتش آنچنانی نیست که تو بترسی بگی وای محاسبات آنچنانی، خوشحال یه سوال دو سوال محاسبات وحشتناکی داشته باشه که تو نیاز باشه نمیدونم ترفند تکنیک محاسباتی خاصی بلد باشی، ولی راحت میشه به جواب برسی، یعنی نگرانتون نکنه این موضوع. خیلی یعنی اشاره با هم متفاوت نیست، 1 و 1. بله یکانای دوتاشون در هم ضرب کنید یکان 6، یعنی گزینه 1. آها دقیقاً، که خیلی راحت میتونیم برسیمش، یعنی اونجاهایی که یکانامون فاصله دارن با هم خیلی فاصله دارن خیلی راحت تر میتونیم به جواب برسیم. بچه ها خب سوال نداریم از این سوالمون؟
بریم سراغ تست 16 هم بچه‌ها. بچه‌ها این سوال رو توجه بکنید، سوال خیلی سوال خوبیه، خیلی خفن میتونی به این برسی که چی میخواد ازت و خیلی کمکت میکنه این سوال که بهت ایده بده ازت باز بکنه. ببین ما میگه مقداری CO2 به جرم 66 گرم توی ظرف داریم، یعنی مقدار اولی CO2 من 66 گرمه. میگه اگر دمای مطلق گاز CO2 رو 20% افزایش بدیم، بچه 20% افزایش بدیم یعنی الان دمای CO2 یعنی T2 من چقدر میشه؟ گفتیم دیگه چجوری حساب بکنیم، بگو T1 به اضافه 20% T1 یعنی میشه 120% T1 یعنی 1.2 T1 دیگه. با پول مثال زدیم دیگه، فکر نکنم اینو کسی ایراد داشته باشه، یه ذره کوتاه‌تر بنویسیم، الان T2 مون میشه 1.2 T1. بعد میگه فشارشو 20% کم بکن، پس پی دوت چی میشه؟ میشه P1 منهای 20% P1 میشه 0.8 P1 یعنی 0.8 P1. پس اینجا بنویسیم پی دوت میشه 0.8 P1. ببین کلن هر جایی اومد دما داد، فشار داد، نه مول داد، اینا داستانا رو داد، حجم داد، تو بفهم یه ربطی داره میده به قانون ثابت گازها، یعنی قطعا یه جایی باید به دردت بخوره این موضوع. حالا گفته چند گرم، آیه مدادم رو عوض بکنم، گفته چند گرم Na+H3O3 طی واکنش موازنه نشده زیبا بازه درصدی 84% بعد مصرف بشه تا چگالی گاز CO2 تغییر نکنه. الان ایده هاتون رو میخوام که چیکار بکنم. اصلیش رو گفتم که قانون گازها باید یه جایی توی این سوال به دادت برسه که چیکار باید بکنیمش. کی دستشو میاره بالا حل کنیم سوالو با هم دیگه بچه‌ها؟ بیایید بالا. منتظریم. آره من راه نمی‌کنم. بچه دکتر مثلا من نیست، دارو باز می‌کنه. دکتر مثلا صدا رو یهو باز می‌کنه. دکتر بعد توضیح بدین کامل. رضا بیا پرچم ما رو. آقا موازنه‌ش هم می‌کنم تا رضا بیاد. رضا بیا. دخترها میان به موقع دکتر استراحت. بچا بریم بگیم ببینم چیکار بکنیم. موازنه‌اش هم کردم که کارت راحت تر باشه. مشکل داره رضا جان. نیومد رضا. اکسپت بزن رضا. رضا نمیخواد حالا به جواب آخر برسی، توضیحاتی هم بدیم ما قانع این واقعا. تلفنش وصل نشد. حالا من دو مرحله نرسیدیم که بگیم جواب آخر رو همین در بیار بده، ولی ببینید حالا اینجا تغییرات رو برای CO2 اعمال شده. بریم. من دماش افزایش پیدا کرده، فشارش تغییر کرده. پس به نظر من برای اینکه این جبران بشه نیازه که یه مقدار بله. کربن دی اکسیدم تولید بشه، درسته؟ تا این مولش تغییر نکنه، پس ما باید مول نخواهی تولید بشه. بله حالا به نظر میتونیم سوال حل کنیم، درسته؟ بریم بچه ها. من اول خیلی بیشتر توضیح بدم که بیشتر براتون جا بیفته. یکی اینکه ما این تغییرات رو داریم. ببین من یه بار دیگه سوال بخونم برات که کامل متوجه. تا اینجا رفتیم متوجه شدید دیگه، داره میگه دماش 20% زیاد بشه، فشارش 20% کم بشه. حالا میگه چند گرم از این Na+H3O3 چه جوش شیرینمون هستش که حالا جنمولین هم حفظ باشین، خیلی تو کنکورای اخیر اومده 84 با بازه درصدی 84% بعد مصرف تا چگالیش تغییر نکنه. آخه چگالی چیه؟ چگالی هست جرم حجمی، یعنی جرم به روی حجم، قبول؟ میخواد چگالیش ثابت بمونه، یعنی نسبت جرم به جرم حجم حجمش میخواد یه عدد ثابت باقی بمونه. چه اتفاقی باید بیفته؟ توضیحات که صورت سوال داده در مورد دما گفته، در مورد فشار گفته، پس من میتونم به یه چیز حجم طوری برسم اینجا، یعنی بگم من اینجا دارم P1V1 به روی N1T1 مساویه P2V2 به روی N2T2، اینجوری در نظر داشته باشم. الان P1V1 همو بذارم بمونه T1 همو، الان فشارم و برگشتم هم گفته 0.8 P1، قبول؟ V2 هم گفته 1.2 V1 و در مورد دما هم که چیزی نگفته، پس دمای من اینجا ثابت که اینا با هم برن. وی وی بلسه وایسین
این درخش دما رو گفته یک و دو ده هم من برعکس جای گذاری کار کردمش. خب این پیدامون گفته 8 هم پیه که ویدو رو هیچی، در مورد دما هم که گفته 1.2 برابرشه که تیکا با هم برن، پیکا با هم برن، این دهه با دهه بره. الان ویدوی من قبول داری از اینجا میشه 12.8V1، یعنی ویدوی من تقسیم بر 4 کنی چند میشه؟ میشه 3/2V1. هله الان تو بخوای چگالی رو ثابت نگه داری، ببینید بگیم چگالی میشه رو 2 به رو 1 مساویه میشه M2 به M1 ضرب در V1 به V2. چگالی میخوام ثابت بمونه، این نسبت میخواد بشه 1، قبول؟ M2 رو که ندارم ولی M1 رو دارم 66 گرم، قبول؟ الان V2 V1 به V2 من چند برای V2 گفته میشه 3/2، این میشه 3/2 که V1 و V1 با هم بره، این با این بره، این با این بره، چقدر میمونه؟ 33. الان M2 من از اینجا میشه 99 گرم، یعنی من باید 99 گرم CO2 داشته باشم تا چگالی CO2 من ثابت باقی بمونه. مقدار CO2 اولیه من 66 گرم بوده، من با یه رنگ دیگه میگم که قاطی نشه براتون، مقدار اولیه CO2 من 66 بوده، الان شده 99، یعنی چقدر تولید شده؟ یعنی 99 منهای 66، یعنی 33 گرم CO2 باید اینجا تولید بشه. حله، حالا از کجا تولید میشه این CO2 من؟ از همین تجزیه NH2O3 که دارم، یعنی 33 گرم از اینجا ما باید از اینا تولید کنیم، یعنی واسه من تولید بشه که چگالی ثابت بمونه. پس چند گرم از این بعد مصرف شده باشه، ایکس رو میذاری ضریب 2، جرم مولیش رو گفتم حفظ باشین دیگه بچه ها، میشه 84. باز درصدی، یکی از بچه ها پرسید کجا بذاری، باز درصدی همیشه تو کسر واکنش دهنده است و درصد خلوص تو کسر خود هم مادتون هستش، این میشه 84 درصد من. اینجا چی رو داریم؟ 33 گرم CO2 ضریب 1، جرم مولی 44. 84 با 84 بره، نه به 11 بزنی میشه 3، این میشه 4، اینو با این بزنی میشه 2. پس ایکس هم از اینجا چقدر در میاد؟ واسه 2 ایکس میشه 300، درسته؟ که ایکس هم میشه 150 تا. ما باید از این NH2O3مون مصرف بکنیم تا به ما اون 33 گرم CO2 رو بده. تفاوت فاحشی میبینم وقتی که میگم 33 گرم CO2. خب دیگه همه CO2 رو جرمولی فیفزید، میشه 44، پس میشه 3/4 مول. پس من NH33 که نیاز دارم 1.5 مول، درسته؟ جرمولی NH33 هم که 84ه، 84 به اضافه، خب من از بازه رو وارد نمی کنم، میگم 1.5 برابر 84 میشه اون مقدار خالصی که اگه بازه 100% بود باید میشه، که جوابه به دست میاد چند؟ 126، درسته؟ خب پس حالا جواب من بعد از 126 میشه هاش بزنید 4. بزرگتر باشه که دمتون گرم که به گزینه 4 میرسیم. الان همه ردیفن، کسی سوال نداره؟ دکتر حالا من اصلا مطمئنید اوکی این؟ الان یکم باید مشکل واقعا، خدا رو شکر دمتون گرم. بیشتر الان تو کلاسه که خودم تنها برگزار میکنم انقدر توضیح میدم، حالا رو سوالات آسونتر ما الان پیشرفته داریم اینجا کار میکنیم، انقدر میگم بچه ها میگن تو رو خدا دیگه نگو. بریم بچه ها سراغ این سوال. بچه ها این سوال خدا وکیلی خیلی سوال روتینیه و از همه تون میخوام فکر کنید، یک نفرم دخترها دیگه یکم پرچم میارم بالا این داستان ها باز کنه، ما یکش رو یکم توضیح بده. من میخونم توضیح میدم تا تو ایدت بهتر بیاد تو ذهنت و ادامه بدی با من. همین دارم که جانم مرسی. خب مرسی ازت. خب ببینیم، الان گفته که جرم اتم های کربن موجود در یک نمونه از MgCO3، خب با جرم اتم های کربن موجود در 92 گرم اتانول، خب سری پیش بریم، میگیم که 92 گرم اتانول سری به مول تبدیلش کنیم میشه 2 مول از اتانول. دقیقاً اینجا خلوصش رو گفته 80. خب مثلا بهش میگم چه جوری حساب کردی. بچا ما 92 گرم رو میخوایم به مول تبدیل کنیم، بعد بریم جرمو به جرم مولی تقسیم بکنیم، جرم مولی اتانول رو لطفاً حفظ باشین، اتانول میشه 32H5O8 با جرم مولی 46 که میشه 2 مول من الان اتانول دارم اینجا. بله درسته. خب
الان بعدش گفته با خلوص 80%. خب میتونیم ضرب در 8 بکنیم همینو. بله، همیشه 1.6 مول خالصم. بله، خب به نظر من دیگه لازم نیست حالا به جرم دیگه، همین مول کافیه بمونه. خب حالا بریم سریع بگیم که گفته که جرم اتم های کربن با این مقدار برابره. خب الان این 1.6 مولی که ما داریم به نظرم همین بهتره که بمونه. بریم سراغ تجزیه منیزیم کربناتی که اونجا داریم، یه اینو تبدیلش بکنیم، بگیم که 1.6 مول از کربنی که ما الان اینجا داریم باید بیاد تبدیل بشه به مول منیزیم کربنات. خب که اینجا ذاتاً چون 1:1 دیگه نیازی نیست. بعدش ضرب در جرم مولی منیزیم کربنات میکنیم که 84. بله، اینم جرم مولی بنویسیم که 84. خب بله. الان گفته که چند گرم منیزیم اکسید ذاتاً موازن است، پس نیازی نیست. الان میایم میگیم که حالا در واقع حالا میتونیم با کسره پیش ساخته بریم یا در واقع حالا با کسره تبدیل فرق نمیکنه. درست. خب الان میگید با کسره پیش ساخته سری بریم دیگه. داره، خیلی عالی گفتی، یعنی فوق العاده گفتی، دمت گرم. بچه‌ها خیلی کامل دوستمون توضیح دادش. ولی بچه‌ها الان سوالمون استوکیومتر در مواد. خب خیلی هاتون میدونم گارد دارین نسبت به استوکیومتری درون مواد. اصلا 90% سوالات استوکیومتری که بچه‌ها میپرسن، نمیدونم دکتر شما توجه کردی یا نه، استوکیومتری درون مواد چرا این اتفاق میفته؟ من عقیده خودم اینه، بچه‌ی من دانش آموز من استوکیومتری درون مواد یه چیزی جدای از استوکیومتری یاد گرفته، در حالی که اصلا اینطور نیست. ببین استوکیومتری درون مواد دقیقاً همون استوکیومتری عادیه. من الان اصلا حل می‌کنم، ببین دقیقاً استوکیومتری عادیه و هیچ فرقی نمی‌کنه، لازم نیست با راه‌های دیگه بری. من توضیح میدم، کامل بازش می‌کنم، یعنی بعضی از مراحل رو ایگنور نمی‌کنم که تو کامل برات اینجا جا بیفته. ببین اینجا رو برگشت من گفته جرم اتم های کربن موجود توی یک نمونه از این، یعنی داره میگه 1 مول MgCO3. بچه ها خودتون بگید تو این چند تا کربن داریم، 1 مول کربن داره توی 1 مولش دیگه. یعنی من یه جوری با کنش میدونیستم که این استوکیومتر ساده حلش کنم و دیگه به هیچ مشکلی بر نخورم. دیگه با جرم اتم های کربن موجود در نفت گرم اتانول خالص با درصد قوتن 80%، البته C2H5OH میشه اتانول من. خب من توی 1 مول اتانول چند مول کربن دارم؟ 2 مول کربن دارم دیگه. هم قبوله، اطلاعات به من داده، داره میگه 92 گرم اتانول 80% خالص جرم اینو میگه، میگه جرم این با جرم این برابره. الان برم این تو به دست بیارم از اینجا تو کسرامون خیلی راحت می‌نویسم، اینو همیشه فرق نمی‌کنه. استوکیومتری درون مواد دقیقا همون استوکیومتری ساده است. ببین 92 گرم از این داریم، ضریب 1، جرم مولی 46. گفتم درصد خلوص هر ماده تو کسر خودش باشه، یعنی 80% رو من اینجا قرار میدم، اینجا ضریب 2، جرم مولی 12. سادهش کنم براتون، ببین اینجا رو این با این بره 2 برابرشه، این با این میره. الان ایکس رو اصلا لازم نیست حساب بکنی، بگو 2 8 16 ضرب در 24 دهم، همین جوری نگهش دار. بعضیاتون اینجا میاد محاسبه میکنین، تو گیر محاسبه میفتین، نیازی نیست اصلا. این دقیقا همینه، یعنی 16 ضرب در 24 به روی 10 گرمه. خب اینو من یکم به فکرت فشار بیار. خب من جرمشو بخوام حساب بکنم چه کاریه؟ دوباره باید جرم اینو مول بکنم که جرم اون به دست بیاد. پس میام مولشو حساب میکنم، یعنی ایکس مول قرار میدم اینجا، میشه مول به ضریب، میشه 16 ضرب در 24 دهم ضریب 1 ضرب در جرم مولیش که 12 هست، این با این میره میشه 2. یعنی ایکس من از اینجا میشه 3.2 مول ما از اینا داریم. بذار با این رنگی بنویسم که قاطی نشه. حالا میگه به ازای مصرف 3.2 مول از این چند گرم از این تولید میشه؟ مول که میشه 32 دهم ضرب در ضریب 1، جرمش رو میخوایم ایکس، ضریب 1، جرم مولیش چقدر؟ دیگه نمیذارم اینجا بنویسم، میشه 24 به اضافه 16 که میشه چقدر؟ میشه 40 تا. یعنی این هم میشه 40، این با این میره، پس ایکس هم میشه 4 2 8 4 3 12 تا، میشه 128 تا. یعنی میرسیم به گزینه 2. من یه چیزی بگم، هله که سوال داره اگه از این قسمت بپرسه تا بیشتر توضیح بدیم بچه ها. حالا عوض کردیم کلن کلن بله. سوالاشو، ولی وگرنه قرار بود کابوس سوالاتو تا 1 ماه ببینید، اشکال نداره. همون یه ذره سوالات دارن ناسون میشن، اشکال نداره. من حال شما رو میپرسم. چی گفتم مگه دکتر؟ به زودی، اشکال نداره.
یه سوال آسون میاد. آها سوالا داره آسون میشه. آها قبلی خیلی سخت بود. به زودی حالتون انرژی جمع میکنم از دوستان. دکتر باشه اینجوری نکنید دکتر. خیلی سوالات هدفمون اینه که حالا نکته های مختلف بگم. خیلی سوالا چیز بود واسه جلسه اول. من اصلا اصرار کردم دقیقاً. چون حالا ببینید مثلا بگم دکتر در دفاع از این اینکه ببینید ما توی جلسه اومدیم کل دهم یه بار مرور کردیم، یا مثلا توی این جلسه هدفمون که کل 11 یه بار مرور بشه، بعد تو توی یک جلسه واسه کل مرور چی می‌خوای؟ همین هم خیلی خوب بود واقعا. دکتر اینا رو به من، دکتر اینا رو به من شما منتقل کن من جوابش رو. آریان بیا بالا. خب بریم سراغ این سوال. این کی بود میگفت باز کن مایکت رو و توضیح بده. آریان پاشو بیا بالا. آریان جان سلام. سلام، صدا من درست؟ سلام. بله همه چیز درست آریان. این مایکت رو باز میکنی من اون نظر رو بده بگو. سوال یه بار سوال بخونم بعد. بله بتمن. آره فلز ای با هالوژن ایکس ترکیبی با فرمول شیمیایی آیکس رو تشکیل میداد. این ترکیب بر اثر گرما مطابق واکنش فلان تجزیه میشد. هرگاه 1.12 گرم از آیکس رو به طور کامل تجزیه شد و 72 گرم خودو بنویسیم که هی نخواهی تو سوال دنبالش بگردید. آقا میگه اینقدر گرم از این و 72 گرم از این تولید میشه و 71.25 میلی‌لیتر ایکس رو تولید میشه. اوکی؟ بله. خب جرم اتمی هالوژن ایکس چند برابر جرم اتمی فلز ای است؟ خب طبیعتا خاصه سواله که جرم اتمی ایکس و ای رو به دست بیاریم. به دست بیاریم. نسبتشون یه جدا جدا. خب بعد بدیهیتا جدا جدا میشه چون که آویکس جمعن تو کل. بله. خب ما میگیم که سه تا نسبت میذاریم دیگه. یکی میگیم 1.12 دو ایکس به علاوه آ ضرب در 2 مساویه 72 بر روی 2 ضرب در آ به علاوه ایکس مساویه 71.25 ضرب در ده به توان منفی 3 بر روی 28 شدی. دمت گرم عالی مرسی. خب ما نتونستیم تو رو چیز کنیم. سوال سوال آسونی بود خودم گفتم. تبریک دارم. بله بله خیلی عالی. میخوای کلی رو یه بار بگم بعد بریم میام بر شما بگیم؟ خب من کلی رو بگم بچه اول بهتون که شما بدونین کلن تو استاد اول من چجوری با این سوال مواجه بشم و در مرحله دوم بریم میانبر بزنیم که دیگه تو تایم خیلی کمتر بیایم حلش بکنیم. ببین اینجا رو من گفته که 12 گرم باشه 100 رو بذاریم پایین خیلی محاسباتتون آسون تر میشه. خب جرم مانیش هست آیه به اضافه 2x این طرف من با حد میخوام برم 71.25 حالا یه هزارم هم که داره هزارمشو میارم پایین ضریب 1 و حجم مالی گفته 28.5 این از کسر اولم. کسر دومم 72 ضریب 1 جرم مالی آیه به اضافه ایکس رو داریم اینجا دوباره یه هزار داریم اینجا ضریب 1 در 28.5 این از این. خب خیلی راحت الان اینجا او ایکس تمون و نسبتاش به دست میاد. حالا میخوای دکتر بگین یا من ساده کنم به دست بیاریم؟ قبل آپلود شده. یه بچه‌ها فهمیدن راحتتون. کانال هست تو کانال اگه عضو نیستید. سوال هستش. خب رفقا آریان هستش هنوز. آریان هستی؟ آریان به نظرت ما از این او ایکس تو و او ایکس یک نتیجه‌ای نمیتونیم بگیریم بیایم سوال رو ساده‌تر حل کنیم؟ ببینید حالا AX2 و AX تفاوتشون رو چیه؟ یعنی چی؟ یعنی X درسته. خب مولشون با هم برابره یا نه؟ یه دونه X درست. حالا پس من میتونم بگم 112 گرم از AX2 با 72 گرم از AX مول X هانی دارم. پس من بیام اینا رو دوتاش هم در 100 ضرب میکنم. یکیش رو میکنم 112 یکیش رو میکنم مولش برابر اینا بی مول هم یک سر میدارم درسته؟ تفاوتشون میشه ایکس رو که به دست آوردید از 72 کم کنید به دست بیاد یه جرم نسبی به دست میاد. شاید درست نباشه ها یه جرم نسبی به دست میاد چون قرار نسبت بگیرم اینا ساده میشه دقیقا میاد 1.25.
با همین عالی بود دمتون گرم. این از این راه خیلی آسونه. حالا این هم بریم ساده بکنیم ببینیم کلی بود. اگه این راه ساده به ذهنت نرسید چجوری حل بکنی؟ ببین وقتی زد و ما رو پایین میذاری خیلی راحت تر میشه تا ممیز بخوای حساب بکنی. ممیز حساب کردن واقعا خیلی کار اذیت کننده ایه. اول اینا رو بزنیم بره، اینو به این بزنیم میشه 25، بدون 25 و این همیشه 4 برابره، این هم با این بخواد بره میشه 2، میشه 224 مساوی آی به اضافه 2x. این تایم. حالا بریم این 100 و با این بزنیم، اینم با این بره، دوباره این 25 برابر اینم با این بره میشه 4، پس میشه 4 ضرب در 72 میشه آی به اضافه 1x. از اینجا میتونی راحت به جواب برسی دیگه. 288 مساوی آی به اضافه x. یک رو تنها کنیم بذاریم. خلاصه ببین بیا x رو به آ حساب بکنیم به تو میده 1.25، یعنی به گزینه 2 میرسی. خب این هم از این. خب بفر الان شما همین سوالای باقی مونده از اینو میرین رفقا. حالا اولین سوال سر 5 سراغ 11. فقط در مورد 11 یه توضیح بدم. اولا دوستان تو کانال عضو باشید، حالا اطلاع رسانی همه چیزمون داخل کانال رخ میده. اگر عضو نیستید توی چت یکی از دوستان فرستاد دیگه. محمد مهدی عضو نیستی توی کانال فکر کنم. خب حالا میریم سراغ چند تا تست که باقی مونده بود از جلسه قبل. 3 تا تست فکر کنم اونا رو حل میکنیم بعدش میریم سراغ 11. فقط در مورد 11 رو فقط دقت داشته باشید. سوالات 11 یه ذره روتین تر انتخاب کردیم، بیشتر حالت نکته های جدید بودن، یعنی بعضی از سوالا خواستیم نکته های جدیدش رو براتون یادآوری کنیم یا یاد بدیم. یعنی مطمئنم نزدیک 80-90 درصدتون شاید آره. مرسی آریان جون، مرسی مرسی. شاید با نکته ها آشنایی نداشته باشید. خب حالا من یه لحظه وبکمم روشن کنم دوستان. حالا خب من وبکم رو قطع کنم که بچه نتشون ضعیف نشه. خب بریم سراغ من نمیتونم شیر اسکرین کنم. خانم دکتر فکر کنم آها نه الان درست. بله دکتر من هست تصویرتون. خب من شیرم قطع کردم. اسکرینش بیاره. خب تصویر صفحه هست دیگه. الان باز الان چت رو دیگه نمیدم. بسم الله خانم دکتر اگه اتفاق افتاد من زحمت طلبت. خب حالا این از چند تا سوال بود چیه جلسه قبل چشم حتما خب زیاد رفتم. خب تست 6 رو دقت کنید رفقا. حالا یه سریع نگاه بندازید. حالا ترجیحاً یکی از خانم دکترهای آینده میکروفونش روشن بشه. حالا توضیح کلی در مورد روش سوال، اصلا چی سوال از من میخواد اینو یه بگیرم. بازم کی دستشو میاره بالا؟ بچه کی نازنین میاری بالا دستتو من باز کنم صداتونو. بچه ها من کی رو باز کنم؟ یه ماهان داریم. ماهان بازت میکنم. خب بذار خانما رو باز کنیم. هدیه من ساعت رو باز میکنم. یه توضیح بدی؟ یه توضیح ریز در جواب سوال بدی. من ساعت رو باز کردم هدیه جونم. دکتر صدا رو باز نمیکنن. میخواین شما خودتون دکتر یه بار سوال بخونی یه سری ایده بهشون بدین شاید یکم بچه ها بیشتر و شجاعانه تر باز کنن. این باید توجه داشته باشید. حالا میگه با کاهش دمای این محلول من دما رو کاهش بدم طبیعتا انحناء پذیری تغییر میکنه. اینو باید مد نظر داشته باشیم. خیلی عالی. دکتر نازنین دست بلند کرد. یه لحظه وایسید من نازنین رو بیارم. نازنین جان بفرمایید عزیزم. صدات بازه نازنین جونم. بازه صدات نازنین. الان صحبت کنم باز میشه؟ صدات بازه الان عزیزم. ببین یه ریکوست میاد بهت. اونو درخواست منو اکسپت بکنی باز میشه صدات. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب
باز نمیشه صدا متاسفانه. ببخش من شما را اینتراپ کردم. بفهمید. 75 درصد کاهش پیدا کرده. پس در واقع ما میفهمیم 60 درصد درصد جیمین کاهش پیدا کرده. انتقاد پذیریم هم 75 درصد کاهش پیدا کرده. در واقع اینجا من نه درصد جیمین دارم نه انتقاد پذیریم. چیکار باید بگم؟ باید تغییر بدم به یک مجهول. همیشه این یک اصلی که خیلی میتونه کمک کنه. حالا رابطه درصد جیمین و انحلال پذیری به چه شکل رفقا؟ من میگم که فرض کنیم انحلال پذیری آگ باشه. انحلال پذیری چجوری تعریف میشه؟ ماکسیموم مقدار حل شونده در 100 گرم آب، درسته؟ یعنی این آی در 100 گرم آب حل بشه میشه یک محلول سی شده. خب حالا فرمول درصد جیمی چی بود؟ من تو درصد جیمی میگفتم جرم حل شونده که میشه آ بر جرم محلول که میشه آی به اضافه 100. حالا اینو درصد ضرب کنید این میشه رابطه انحلال پذیری با درصد جرم. خب حالا همین رو مد نظر داشته باشید. حالا وقتی که میگه انحلال پذیریش 75 درصد کاهش پیدا کرده، من انحلال پذیری اولو آ بگیرم، انحلال پذیری ثانوی هم میشه چقدر؟ 25 صدم آ، درسته؟ حالا بیایم برای دو تاشم درصد جرم بنویسیم. درصد جرم اولیه، درصد جرم ثانویه. تو درصد جرم دوم 25 صدم آ تقسیم بر 25 صدم آ به اضافه 100 ضرب درصد. یه سوال، کی میتونه به من بگه من چرا اینجا 25 صدم آ گذاشتم؟ چرا آ نذاشتم؟ چرا آ نمیتونم بذارم؟ سوال مفهومیه. کسی نظری داره؟ آریان اچه کی رو بردارم باز کنم؟ خب این آریان میخواد جواب بدم. آریان صدات بازه. آریان صدات بازه. نه بله. چرا من 25 صدم آب گذاشتم؟ جرم محلول دارید الان آب. چرا جرم محلول رو همون جرم محلول اولیه نگرفتم؟ یه ذره میفهمم، یه سوال یه ذره پاییه. محلول عوض شده دیگه. یعنی چی؟ من نمی‌فهمم منظورتون رو. خب مسیحا میخواد بگه. بذار مسیحا رو باز کنیم. مسیحا جان الان صدات رو باز میکنم. وایستان. بفرمایید عزیزم. راستش مطمئن نیستم منظورتون درست فهمیدم یا نه، ولی حالا بگم نظرمو. چون که الان شما دارید درصد جرمی خوب حساب میکنید، گفتید 25 صدم آ. چرا آ نذاشتید؟ چون که الان حل شونده ما دیگه آ نیست، 25 صدم آ. به خاطر همون اصلا دیگه حل میشه و یک محلولی با خاصیت های فیزیکی و شیمیایی یک نواخت ایجاد میکنه، درسته؟ پس وقتی که این رسوبی که تشکیل میشه جزء محلول نیست. حالا نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم همینه. خب رسوبی که تشکیل میشه عضو محلول نیست، چون دیگه از محلول من از اون یک نواختی در اومده، این دیگه عضوی از محلول حساب نمیشه. حالا نکته ما اینجا بود. خب حالا بیاین ادامه سوالو بنویسیم. خب دقت داشته باشید. حالا درصد جرمیاشون رو داریم. حالا گفته نسبت درصد جرمیاشون رو من یک کسر میکشم اینجا، برابر شده با چند؟ برابر شده با 14. حالا چون بزرگتر بالا نوشتیم میشه 14 بر 1، یعنی معکوسش میکنم. خب 1/14 البته 1/14. خب الان صدا رو از طرفین میذارم، آ رو از بالا میزنم، چه حالتی پیش میاد؟ یک بر آ به اضافه 100 ضرب در 14 مساویه 25 صدم تقسیم بر 25 صدم آ به اضافه 100. حالا این بیاد اینجا. حالا میتونیم ساده کنیم، فکر نکنم. حالا همینو ادامه میدیم. حالا من این دوتاشم در 10 ضرب میکنم، این بشه 2.5، این بشه 4. حالا یه ذره محاسبه تر ساده میکنیم. 2.5 آ به اضافه 250 مساویه آ به اضافه 400. 1.5 آ میشه 150، آ میشه چند؟ 100. انحلال پذیری اولیتون 100 بوده. خب آ رو به دست آوردید، مگه درصد جیمی دور از شما نمیخواد اینجا آ رو بذارید؟ میشه 25 و 125 ضرب داره 100. با 25 دو طرف ساده بشه جواب میاد 20%. خب دوستان اگه مشکلی نیست این سوال تست بعدی. هدف این سوال بررسی رابطه انحنپذیری با درصد جیمی که همیشه اینجا چون دو تا مجهول داشتم باید شما مجهول رو به یه دونه کاهش میدید. خب میایم سراغ تست 7. این تست 7 ساده است، فقط میخوام یه چند تا نکته در موردش حالا اشاره کنیم سریع. بفرمایید.
فقط دکتر یه موردی این که صداتون یکم کمه واسه بچه‌ها، مثلا اینکه اگر امکانش هست یکم میکروفونتون نزدیک بشه. اینو من سریع حل میکنم، فقط میخوام نکاتش بس بشه. گفته که کدام الان عالیه. بله بله. پنج عنصر آ بی سی ای جی با تشکیل یون مثبت با آرایش گاز نجیب قبل خود میرسد. ببینید دو تا نکته، اول تشکیل یون مثبت یعنی کاتیون، بعد هم تشکیل کاتیونش رو بررسی کنم، هم به آرایش گاز نجیب رسیدن، چون همه فلزات با تشکیل کاتیون با آرایش گاز نجیب نمیرسن. خب حالا آ گروه یک، گروه یک و دو کلا با تشکیل کاتیون میرسن به جزء رو بریلیم. حالا پس آ ممکنه، بی گروه 13 دوره دوم میشه چه عنصری؟ بور. بور آیا یون مثبت تشکیل میده؟ بور شپ فلزه، یون مثبت تشکیل نمیده. گزینه یک نادرسته. خب حالا میام رو گزینه دو. گفته دو عنصر آی و دی با تشکیل آنیون. آها اینجا هم بازم آرایش گاز نجیب تشکیل میده. اینا هر دوتاش هم باید صحتش بررسی بشه. خب آی نافلزه دوره دوم گروه 16 میشه اکسیژن، آنیون تشکیل میده، درسته. حالا دی گروه 14 دوره سوم میشه کدوم عنصر؟ سیلیسیوم. حالا سیلیسیوم شبه فلزه آنیون تشکیل نمیدن، یعنی یون تکی ندارن، دقت کنید. خب گفته که یون پایدار به دست آمده از هر یک از عناصر آی و جی دارای آرایش الکترونی گاز اچ. خب آی نافلزه تشکیل آنیون، ما میدونیم که نافلزه اگه آنیون تشکیل بدن با آرایش گاز نجیب هم دوره خودشون میرسن، پس در مورد آی این درسته. حالا در مورد جی بیایم بررسی کنیم. فلزات هم اون فلزاتی که با تشکیل کاتیون با آرایش گاز نجیب میرسن قطعا با آرایش گاز نجیب قبل خودشون میرسن. جی دو تا از دست میده، میاد میرسه به آرایش H. پس این گزینه درست. گفته که هیچ یک از عناصرهای نشان داده شده در دوره چهارم توانایی تشکیل پیوند اشتراکی ندارن. خب این دوره چهارمه، من E رو نشون داده بهم و F رو نشون داده. E فلزه گروه دو، فلز میتونه کاتیون تشکیل بده ولی نمیتونه پیوند اشتراکی تشکیل بده. این جمله درسته یا غلطه؟ فلز نمیتونه پیوند اشتراکی تشکیل بده، یکی اینو بگید درسته یا غلطه. خانم دکتر جواب میاد؟ آیا فلزا میتونه؟ بله بله، ولی هنوز کسی چیزی نگفته تشکیل بدن. یه بار دیگه سوال کنم، یه شاید حواسشون نبود. مرسی میگه نه، مسیحا پوریا میگه نه. استثنا چرا نه؟ استثنامون کیه اینجا بچه ها؟ آلومینیوم، گالیوم، قل. آقا جلسه پیش گفتیم میتونن پیوند اشتراکی تشکیل بدن. آلومینیوم بارزترین مثالش، این یادتون باشه. فلزا، برخی فلزا میتونن پیوند اشتراکی تشکیل بدن، تو کتابتون نیستا، ولی فلزات گروه اصلی یک و دو هیچ وقت نمیتونن پیوند اشتراکی تشکیل بدن. و حالا از عناصر واسطه هم یه چند تا استثناء هست که اونم مربوط میشه به طلا، بقیش تشکیل نمیدن. خب حالا اینجا تو دوره چهارم ای نمیتونه تشکیل بده، درسته. فلز اصلی گروه دوه و ولی اف گروه 15 گروه نافلزیه دوره چهارم، چه عنصری میشه؟ آرسنیک 33. حالا آرسنیک 33 شبه فلزه، شبه فلزا میتونن پیوند اشتراکی تشکیل بدن و هست و همین صدا گیم گزینه 4 نادرست. خب میریم سراغ تستش. پس تستش رقیب لازم داریم. تستش تست خیلی خوبیه. محمد مهدی این کی بود؟ به جز یکی از پسرمون گفته بود آسون شد سوالا، من صداشو باز کنم. محمد مهدی بود؟ محمد مهدی صدات بازه پسرم، بفرمایید. سلام، صدای نفسات میاد، صدات بازه، حرف بزن. فرار میکنی چرا؟ حالا میای توضیح میدی، حالا به جوابم نرسیدی رب نداره، بیا آسونه شیمی درست. در برای تستای آسونه شیمی بخواییم صحبت کنیم، بیا.
مثلا در مورد سوالات حالا رضا هم میخنده. رضا بیا تو بالا یکم در مورد مسائل آسون شیمی با هم میخواییم صحبت رزا... بکنیم. رضا بیا. رضا شیخزاده مشکلی نیست داده. حالا میخواییم جوه که باز تو داد رضا توضیح بیاد بدید در مورد حالا سوال چی میخواد. حالا بگیم سوال رو با هم حل کنیم. خب بچه یکم خب ما که تو بستن محبه آریان هم که آریان فکرم رفتی زد و باز میکنم تو یکم همکاری کن. خب آریان خب خوش میمدی پسرم. یکم در مورد سالت آسنه شیعی میخواییم با هم صحبت کنیم. جاگیر شدم من دیگه. یکم در مورد سالت آسنه شیعی با هم صحبت کنیم. بفرمایید سوال بخونم کامل اول. بله بفرمایید عزیزم بفرمایید. آب دریاچه حاوی 8000% جرمی از نمک سدیم کلرید بوده و چگالی هم برابر 2 گرم بر میلی لیتر است. با ورود آب رودخانه به چگالی 1.1 گرم بر میلی لیتر حجم آب دریاچه 2 برابر میشه. در حالت جدید غلظت این نمک تقریبا چند پی پی میشه. خب گفته چند پی پی میشه و در نتیجه ما مجموع جرم خب جرما که چی؟ جرم سدیم کلریدمون که ثابت قطعا حلالمون یه جوری ما یعنی در واقع مجموع حجم های محلول هامون و جرم سدیم کلرید رو می‌خوایم. جرم سدیم کلریدمون که می‌تونیم بگیم خب ورود آب خب باید مجهول بذاریم برای آب دریاچه فکر کنم که بگیم ورود آب تو چی بذاریم. خب میتونیم یک دهم گرم هر یک میلی لیتر آب رودخانه یک دهم گرمه. خب پس x میلی لیترش هم یک دهم x گرمه. مالی اون که اصلا مهم نیست. یکم صبر کن. خب خودت میتونیم یه مجهولی بذاریم دیگه. من ویو ندارم. بله بله صدام هست. خیلی مشغول دارم گیر کردم طرف نمیکنه. خیلی سوال خوبیه. فکر میکنم حجم رو باید مجهول بذاریم چون که حجم رو درش دو برابر میشه. اگه جرم و حجم رو میتونیم با هم متناسبش کنی به نظرم هش زد در 10 به توان منفی 3 گرم نمک بر روی حالا 50 میلی لیتر آب. خب گفته حجم آب دریاش دو برابر میشه. خب میتونیم بگیم حجم آب دریاش دو برابر میشه میشه یه جورایی حجم آب به دریاچه البته اینکه محلول خب آریام ببین من میگم تو ببین روش من درستی هم من میگم خب مگه حجم آب دریاچه دو برابر نشده یعنی من حجم کل آبم دو برابر شده درسته؟ پس من وی داشتم اول چقدر بهش اضافه شده که شده دو برابر یعنی دو وی یه دفعه اضافه شده درسته. حالا ما با همین وی باید ادامه بدیم چاره ای نداریم. حالا خیلی سوال خوبیه. ببین جرم اناسیلی که وجود داره تو همون محلول اوله درسته. جرم اناسیل اول چجوری به دست بیارم؟ اول جرم آب دریاچه رو به دست میارم میشه دو وی درسته. چگالی در حجم حالا واحدش مهم نیست چون همه‌شون نسبتیه. حالا اینو من به دست آوردم. خب الان من این جرم محلولمه. حالا من بگم پی پی ام مساوی جرم حل شونده بر جرم محلول که شن شد دو بی پی پی ام هم پی پی ام رو حالا میتونیم پی پی ام بذاریم درصد جرم بذاریم فرقی نداره. حالا توی یکی ضرب درصد بذاریم توی یکی زد 10 توان 6. خب 600 داره 10 به توان منفی 3 درسته. حالا جرم حل شونده رو من میگم بر حسب وی به دست بیام. حالا اینجا یه واحد رو هم باید یکسان کنیم حتما دقت داشته باشید چه درصد جرم اینا باید واردشون هماهنگ باشه. من وی رو بر حسب میلی لیتر گذاشتم حالا بر حسب لیتر بذاریم حالا اشتباه نیاد. بر حسب لیتر اول تبدیل میکنم به میلیتر بعدش تا چگالی حالا این میشه 2000 وی. خب
تا جرم حل شونده بر حسب گرم به دست بیاد. اوکی. حالا من اینو ببرم. اینجا دو تاشو بزنم. اینجا بره. میشه 16 ضرب در ضرب تمام منفی 2 وی. درسته. این میشه جرم اناسیل بر حسب گرم. درسته. حالا ما میدونیم پی پی ام نهایی با جرم اناسیل بر جرم کل مساویه. میگم 16 ضرب در ضرب توان منفی 2 وی. پایین هم میگم مجموع جرم محلول ها. من مجموع جرمشون رو ندارم ولی مجموع حجمشون رو دارم، به دردم نمیخوره. باید جدا جدا بیام جرمشون حساب کنم چون چگالی هاشون فرق داره. خب من میگم آب دریچه اولیه وی لیتره. وی لیتر گذاشتم رو دقت کنید. خب در چگالی ضرب کنم به دست میاد جرمش بر حسب کیلوگرم. خب میشه 2 وی کیلوگرم. همینو برای آب رودخانه دومی هم که اضافه شده به دست بیارم میشه 1.1 وی هم جرم آب رودخانه هم که اضافه شده. خب اینم بر حسب کیلوگرم. خب آریان پی پی ام فرمولی که حالا رایج استفاده میشه چه فرمولیه؟ برابر با چی بود؟ یه ساده ترش. مجموع جرم حلال برای جرم محلول ضرب در توان 6. حالا من اینا کیلو گرفتم درسته؟ حالا بالای اینم بر اساس بین میلی گرم کیلو گرم چی؟ ضرب در توان آره کیلو گرم میشه 160 وی تقسیم بر 3.1 وی. درسته؟ پس جواب میشه همین 160 برای 3.1. حالا ببینیم میتونیم تعویض بزنیم گزینه‌مون وحشتناک به هم نزدیک هست. چرا؟ اینجوری بکنیم بیاریم رو 3. خب یا بیاریم رو 3 و 2. حالا رو 3 و 2 بیاد عدد روند نه دیگه میتونیم. خب من اینجا مخرجه رو افزایش دادم درسته؟ پس جوابی کم که به دست میاد از جواب واقعی کمتره. دست میاد چند؟ 5. از جواب واقعی کمی کمتر 40. درسته؟ آره. اینجا شما روش دیگه ای برای محاسباتش داشتید برای اینکه ساده تر کنیم؟ مرسی مرسی به ذهن خلاقتون واقعا احسنت. دوستان سوالی موردی خانم دکتر؟ نه همینو بخواستم بگم. دوستان متوجه حلش شدن یا من نیاز بازم توضیح بدم؟ بچه ها پوکر فرستادن فکر کنم ازش سخت بود. ببخشید 160 بر روی 3.1 بیشتر بشه 51 بشه. آره همونطور که گفتم چرا؟ جوابی که زیاد کرد از این جوابی که من به دست آوردم باید بیشتر باشه. حالا من زرد قاطی شدم. آره چون ما مخرج رو افزایش دادیم پس جواب من باید از جوابی که حالا به صورت تعویض به دست میارم بیشتر باشه. مرسی. خب بریم سراغ 11. حالا 20 دقیقه هم 11 کار میکنیم بعدش حالا شما رو به خدای بزرگ و من نام میسپارم. خب رفقا سوالی اگه هست بفرمایید. حالا این 10 رو خدا رو شکر جمع کردیم. حالا میریم سراغ پایه 11. پایه 11 گفتم رفقا دقت داشته باشید که حالا سوالش یه ذره بیشتر حالت جمع‌بندی طور و اشاره روی نکاتی داره که شاید زیاد رایج نباشه. و به خاطر همین بیشتر نرفتیم سراغ حالا استای آنچنان دشوار. ولی خب حالا در نوع خودشون دشوار هستن. خب کلاس حل دو من دوباره شیر سکرین رو روشن میکنم که داشته باشید. خب رو فهم میریم سراغ سوالات 11. همونطور که گفتم سوالات 11 حالا بیشتر تمرکزمون رو بعضی نکات خاصه بخواد همین حالا بیشتر سوالات رو بلد خواهید بود. سوال یکمون حالا گفته که اگه به جای CH3 C2H5 بزنم توی این ساختار، اگه یکی از CH3 ها رو عوض کنم، یعنی مشخص نیست کدوم CH3 رو عوض میکنم، کدوم یکی از اسما بر اساس قاعده آیوپاک میشه به اسم به ترکیبمون نسبت داد؟ حالا نکته این سوال اینه چون الف بی جیمه من میتونم با حسب گزینم به جواب برسم. حالا گزینه 2 اسم غلطیه، کی میتونه بگه به چه علت؟
صدا نیست. قط بچه صدا هستش. رفقا سریع بگید ببینم چرا الان درست شد. من صداتون رو دارم نازنین بگید. اوکیه بچه صدا رو دارین همه چون؟ آریان هست؟ بله. ببینید. جواب دادن. اکتان شاخه اصلیتون هفت کربن است. یه سری جوابات درست داریم، یه سری جوابای غلط داریم. و پنج اتیل دادید. اصلا این وقت شما شماره گذاری غلطی داشتید، چون باید از این ور شماره گذاری میکردید، چون اینجا رو کربن شماره سهش فرعی دارم، اینجا تو فرعی رو چهاره. این اشتباه خیلی در واقع چطور محسوس نیستش، نامحسوسه، ولی خب یه ذره دقت کنید به بهش میرسید. خب حالا پس ب نمیتونه جواب درستی باشه. حالا پرم اگه یه ذره حالا با کتاب درسیتون آشنا باشید میدونید که پروپیل شما نامگذاری نخوندید، ولی خب بازم بررسی میکنید. حالا من CH3 رو برمیدارم، خب به جاش میذارم C2H5. حالا اگه بیام نامگذاری کنم ببینید چه اتفاقی میفته. روش کربن شما 3 و 4 اتیل وجود داره. عدد گذاری از سمتی که زودتر به شاخه فرعی برسم، به این دقت داشته باشید. پس میشه 3 و 4 دی اتیل هپتان. آیا حالتی وجود داره که این بشه ایزوپروپیل، در واقع پروپیل؟ حالا اسمم. حالا من CH3 اول و آخر بزنم که هیچ فرقی نمی‌کنه، اون میشه الفه. حالا پس بیام رو CH3 این تغییر ایجاد کنم. حالا این شاید جذاب باشه. حالا روی این CH3 بکنمش C2H5. حالا بیام اینو شاخه فرعیش رو بده کنم. ببینم رفقا شاخه فرعیش میشه این یا یه شاخه فرعی دیگه داره؟ من شاخه اصلی اصولا باید شاخه اصلی بلندترین شاخه، طولانی‌ترین شاخه از لحاظ تعداد کربن باشه. پس متوجه میشم که این نادرسته. دکتر میشه لطفا یه بار سفر ببندین دوباره باز کنین؟ خیلی کند می نویسه، بچه هم هنی میگن که تصویر کنده دیر می نویسه. یعنی فکر کنم یه بار ببندین دوباره باز کنین اوکی بشه. آره محمد مهدی الان توضیح میدم. خب حالا برمیگردم رو سوالان. خوبه دیگه. الان ببینید دو حالت دارم، دو حالت که دو تا اسم به دست میاد. یکی این که CH3 فرعی اتیل رو تغییر بدم، یکی این که این CH3 رو تغییر بدم. شاید بگید اینم تغییر بدم یه اسمه، اینم نه همون اسم میشن، هیچ تفاوتی نداره. خب حالا من شاخه اصلی که انتخاب میکنم این شاخه راست زنجیره نیست دا. چون 6 تا کربن داره. شاخه‌ای که انتخاب میکنم این شاخه است، چون طولانی‌ترین شاخه‌ام باید تعداد کربن بیشتری داشته باشه. میشه چند کربن؟ 7 کربن شاخه اصلی. پس این انتخاب اصلیه. عدد گذاری از چه سمتی رفقا شروع میشه؟ بازم هیچ تفاوتی نداره، بازم میشه 3 و 4. از دو طرف هم میتونید انجام بدید، تفاوتی ایجاد نمیشه. میشه 3 و 4 دی اتیل هپتان، بازم همون اسم. و پ نادرسته. توی پ اشتباه سوالو بهتون گفتم دیگه، اومده در نظر گرفته که شما به این دام بیافتید که بیایید اینو شاخه اصلی فرض کنید، در حالی که شاخه اصلیتون باید در صورتی که سی اشتا جاگزین بشه با اتی یه شاخه دیگه باشه. خب میریم سراغ تست بعد. خب این تست رو یه نگاهی بندازید، روش حلش رو دوستان اگه تا مایل بودن میتونید بشنوید. بچه همه خیلی اتون داوطلب بشین دیگه، این سوال سوال خوبیه، اونقدر اذیتت نمی کنم. پوریا، هدیه، نازنین خودنتون رو باز کنن دستتون میاریم بالا ببینم. اصغر، علی، نازنین خودت رو بیار بالا، من الان بازت میکنم، بس پیدات کنم. خودت دست رو بیار بالا، من راحت تر پیدات کنم. نازنین جونم بالا بردی دست تو ها؟ بالا نمی بردی دست تو ها؟ چرا اصلا نیستی؟ دست رو میاری بالا نازنین؟
یه لحظه من صداش رو باز کنم دکتر، پیداش نمی‌کنم نازنین رو. آها پیداش کردم. خب نازنین صدات بازه عزیزم. نازنین صدات الان بازه. سلام صدا میاد؟ سلام. بله عزیزم بفرمایید. اینجا گفته که اینجا اول باید موازنه کنیم که ضرایب به دست بیاد، بعد 7.6 لیتر گفته، بعد حجم مولی هم 22.8 داده. بله اول میایم 7.6 رو تقسیم بر 22.8 میکنیم، بعد ضرب در اون مجموع ضرایب متان و اکسیژن میکنیم. وقتی که میام میگه مخلوط، وقتی که حجم داده، حجم به درد نمیخوره، تعداد به درد نمیخوره، هیچی به درد نمیخوره جز مول. بله. من اون زمان تعداد و حجم به دردم میخوره که میخوام به همون ماده برسم. اینجا مادم تغییر میکنه، زبان مشترک توی شیمی موله. خب پس اگه از یک ماده بخوام به ماده دیگه برسم به مول نیاز دارم. حالا پس 7.6 رو همونطور که گفتم باید به مول تبدیل کنیم. چجوری؟ حالا به حجم مولی تقسیم میشه دیگه، 7.6 بر 22.8 این چند میشه رفقا؟ یه ذره اگه دقت داشته باشید میبینید که حالا این عکس هم با هم ساده میشن، یه جوری میدن که ساده بشن. من میگم که اگه این 7.6 در چه یکانی ضرب کنم 8 میشه، میشه 3. حالا ضربش میکنم ببینم صحتش درسته یا نه، میبینم میشه دقیقاً 22. پس میشه نسبت اینا، یعنی این حاصلش 1/3. 1/3 مول میشه مجموع متان و اکسیژن. وقتی که گفته متان و اکسیژن با هم واکنش کامل دادن یعنی چی؟ یعنی به نسبت مولشون مصرف شده. یعنی اگه 1 مول CH4 مصرف شده باشه 2 مول هم O2 و این نسبت ثابته تا واکنش کامل بده. خب اینجا بحث محدود کننده ندارم، اما اینجا واکنش کامل رخ داده، پس به نسبت ضرایب اینا با هم واکنش دادن. حالا پس من اینجوری میگم، پس این 1/3 اگه این آمول مصرف بشه، این چند آمول مصرف میشه؟ 2 آمول. پس مجموع اینا آ به اضافه 2 آ شده 1/3. آ میشه چند؟ 1/9 مول. حالا من مولو به دست آوردم برای CH4، 1/9 مول. حالا از این به راحتی از به گرمایی که حالا آزاد میشه میتونم برسم. چجوری؟ حالا میگم 1/9 مول CH4. حالا شاید سوال بشه براتون، با O2 هم میتونم برم؟ آره هیچ فرقی نمیکنه، ضرب داره. حالا رفقا استوکیومتری، حالا این گرمای واکنش رو بیایم معنی کنیم. دلتای چه این واکنش بر حسب ضریب مولی مواده. یعنی اگه 1 مول CH4 مصرف بشه 890 کیلوجول گرما آزاد میشه، و اگه 2 مول O2 مصرف بشه 890 کیلوجول گرما آزاد میشه. پس من میگم 1 مول CH4 890 کیلوجول. درسته. حالا جواب من میشه پس 890 بر روی 9. رفقا یه ذره دور بزنیم سوال و نظرتون چیه محاسباتشو. 900 بر 9 باید بشه 100، پس جواب من از 100 کمتره. این دوتا گزینه رفت. حالا دوتا گزینه نزدیک به هم دارم. یه ذره اگه حالا آریان فکر کنم اینو الان به دست آورده، یه ذره حالا دقت کنید، من باید تو تغییر زدنی یه جوری بیام تغییرشون بدم که اولا خطام کم باشه، ضمنم بتونم ساده کنم. پس من این 890 رو میارم رو 891 که با 9 ساده بشه. از کجا فهمیدم با 9 ساده میشه؟ وقتی که مجموع یکانش بر 9 بخش پذیر باشه، پس بر 9 هم بخش پذیر. حالا اینم میتونم بازم دور بزنم، حالا ولی خب بازم اینجوری میتونم دورش بزنم. میگم 900 بر 9 میشه 100، پس این یه دونه 9 کمتر داره، پس میشه 99. جواب من از 99 بیشتر یا کمتر؟ من افزایش دادم کمتر. پس 98 و 9 میشه جواب این تست. حالا محاسباتش شاید بذاری دور زدنش براتون گنگ باشه، ولی خب اگه سوال دارید بگید من کامل تر توضیح بدم. دکتر خسته نباشه، فقط این که خیلی دیر می نوشتش، یعنی این که نوشتاتو خیلی دیر می اومد. بچه های اینجا گفتن که نوشتاتو دیر میاد. من گفتم اصلا حرفتون نگم که مثلتون نترم اصلا صحبتتون. باشه متوجه شدین الان یه دوباره توضیح داشته باشیم این سوال رو؟
من گفتم که وسط صحبت دکتر نپرم. خب کدوم بخشش رو بیشتر توضیح بدم؟ چیزی نمیگم. اگه امکانش هست توی فیلم بیزنم ولی کار دیگه حوزی بدیم. خب شما گفتن که اگه امکانش هست دوباره توضیح بدیم. متانوکسین به اساس جقه واکنش کامل داده. واکنش کامل رو اول باید برای خودم معنی کنم. یعنی اینکه اینا به نسبت مولیشون مصرف شده باشه. من الان میگم مجموعه اینا رو به مول تبدیل میکنم. حجم به دردن نمیخوره. به مول تبدیل میکنم. میگم که 7.6 لیتر بر حجم مولی تقسیم بشه میشه مولم. میشه 1/3 مول. یعنی 1/3 مجموع مول متان و اکسیژن. حالا من میگم 1/3 مول مجموع ایناست. نسبت مولشون هم میدونم چون واکنش کامل دادن. من میگم اگه x مول مثلا CH4 مصرف بشه بعد 2x مول هم O2 مصرف بشه که یک واکنش کامل رخ بده به نسبت ذرهای این واکنش رخ بده. پس میگم 3x مساویه اون مجموعشون که شد 1/3 مول. x رو به دست آوردم. حالا بعدش گفتم حالا x میشه مول CH4. از CH4 رفتم جلو گفتم 1/9 مول CH4 دارم. میخوام به گرمایی که آزاد میشه برسم. با توجه به واکنش این گرمایی که آزاد میشه بر حسب 1 مول CH4 درسته؟ یعنی 1 مول CH4 مصرف بشه 890 کیلوجول گرم آزاد میشه که من اینجا توی استوکیومتری نوشتم که این قسمت که اگه مشاهده کنم. و حالا اومدم اینجا بخش ساده سازیش گفتم 890 بر 9. حالا دو تا گزینه رو سریع حذف کردیم. گفتیم 900 بر 9 که صورتش رو افزایش دادم میشه 100. پس جواب من باید از 100 کمتر باشه. دو تا گزینم رفت. حالا اومدم اینجا برای اینکه ساده بشه اینو آوردم رو 891 چون 891 بر 9 بخش پذیره. حالا جوابمون میاد 99 تقریبمون چون حالت افزایشی داشته باید جواب من کمتر باشه. حالا رفقا حالا یه سوالم حل کنیم به اون البته این حالا سوالو بمونه به نظرم حالا یه داره انشالله جلسه بعدی تکیم آلی مرس خوصا در مورد حالا کلاس اینا من چند تو داشتم بگم. اول اینکه فایل دست نویس رو براتون آپلود میکنیم. فایلی کلاس هم حالا ببینیم چی میشه دیگه. پوریا جان آره دیگه آره دقیقا همین میشه این چیزی که شما میگید درسته. حالا من خواستم وارد محاسبات تقریبی نشیم یعنی از روش جواب صحیح بریم یعنی خیلی سریع به جواب برسیم. خیلی ممنونم محمد مهدی دست شما در نکنه. حالا رفقا انشالله جلسات بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. توی کانال حتما عضو باشید همه اطلاع رسانی اونجا خواهیم داشت. لطفا تکالیفتون هم به موقع بفرستید حتما حتما به موقع بفرستید. حالا تکالیف جلسه دو هم تا فردا براتون آپلود میشه که جنبندی 11 هم خواهد بود. امیدوارم که حالا مفید باشه. حالا سوالی هم باشه ما در خدمتتون هستیم. خانم دکتر شما هم صحبتی داشته باشید بشنوید. خسته نباشید همتون بچه. امیدوارم که کلی نکته خفن یاد گرفته باشید. سوالا خیلی حرفه‌ای داره واسهتون گزیده میشه و خیلی خوبه. مطمئنم که کلی چیز حرفه‌ای یاد میگیرین توی این کلاس ها. همین ترک کنید. خسته نباشید دکتر شما هم عالی بود. حالا یه روش سپرایز قرار بود بگه حالا یاد آب رفت. حسن نژاد حالا رتبه 43 امسال و قبولی پزشکی تهران انشالله مهمونمون خواهند بود. حالا انشالله افتخار بدن با ما در اختیار در خدمت شما خواهند بود. حالا هم در مورد درس شیمی باهاتون صحبت خواهند کرد هم حالا تجربیاتشون رو در میون خواهند گذاشت باهاتون. حالا امیدوارم که براتون مفیدم واقع بشه. حالا جلسه بعدی هم پس از دست ندید حتما آنلاین باشید. مرسی دوستان. مرسی عزیزم. مرسی رضا جون. مرسی رفقا خسته نباشید. امیدوارم که کلاس مفیدی باشه براتون. خسته نباشید همگی. خسته نباشید.